باشه. خوشم میاد. الان اومد. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر دوستان بیننده، همراهان 2022، هر جلسه خوب باشین، شاد باشین، ایام بکامتون باشه. از اینکه همراه شما هستیم بسیار خوشحالیم. امشب هم با مهارسن میساقی عزیز تقریبا یه 110 دقیقه 120 دقیقه با شما خواهیم بود، گپ می‌زنیم درباره فوتبال، اتفاقات جام جهانی رو با هم دیگه مرور می‌کنیم و یه مهمان بسیار ویژه و دوست داشتنی به جمع ما اضافه خواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 مردم عزیز ایران، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و قراره که با هم دیگه راجع به فوتبال صحبت بکنیم. تو شب تعطیلی مسابقات فوتبال هیچ کس تعطیل نیست، تیم‌های باقی مونده دارن سخت تمرین میکنن، هوادارا دارن حدس میزنن سرنوشت تیماشون رو و ما هم اینجاییم تا با شما گپ بزنیم راجع به اتفاقات باقی مونده جام جهانی 2022 و البته مرحله یک چهارم نهایی هیجان انگیز. همینطوره، یک چهارم نهایی تموم شد، چهار تیم به رقابت‌های نیمه نهایی جام جهانی راه پیدا کردن. خیلی‌ها پیش‌بینی‌هاشون درست از آب در نیومد و خیلی‌ها مثل ساموئل تو پیش‌بینی‌شون حداقل در یک سمت جدول درست از آب در اومد. گفته بودش که آقا تیم‌های ملی فرانسه با مراکش میان در نیمه نهایی با هم بازی می‌کنن، که همینطوری هم شد. آقای ساموئل تو پیش‌بینی کرده بود، ولی در سوی دیگر خبری از بازی جذاب برزیل آرژانتین نیست و آرژانتین بازی تکراری مثل دوره گروهی 4 سال پیش در مسافت تیم کرواسی پرنام و نشان بازی خودش رو برگزار میکنه و برزیلی‌ها به خونه برگشتن. بله، پر از تصاویر موندگار بود مرحله یک چهارم نهایی این جام جهانی و مطمئنم که مدت‌ها بعد راجع به صحبت میشه، از گریه های ستاره های فوتبال گرفته مثل کریستیانو رونالدو و نیمار. بله. تا موفقیت آدم های همیشه دور از تیترها مثل اولیویه ژیرو، تا عصبانیت لیونل مسی که شاید کمتر دیده بودیم، تا شجاعت مراکش، تا تجربه و این زیرکی تیم ملی فوتبال کرواسی، اینا همه قاب‌های موندگار مرحله یک چهارم نهایی رقابت جام جهانیه که می‌خوایم امشب راجع به صحبت بکنیم. و البته یک کسی که سابقه بازی کردن تو این سطح، تو این فشار، با این کیفیت رو داره به جمع اضافه میشه و به نظرم میتونه خیلی خوب تحلیل بکنه اتفاقات اینجا. همینطوره. اما ما این روزها دیشب هم گفتیم که روزهای کاملا ورزشی است برای ورزش ایران. رقابت جام جهانی کوشی تو آمریکا داره برگزار میشه، رقابت وزنه‌برداری قهرمانی جهان تو کلمبیا باید برگزار بشه و برای هر دو تیم ورزشی نارضی موفقیت داریم و تیم ملی فوتبال که درگیر مسابقات جام جهانی بوده. خیلی متاسفانه بر بچه‌های تیم ملی کشتی ما اذیت شدن، هم از آغازی که داشتن برای اردوهای خودشون و سفری که قرار بود آمریکا داشته باشن، کارشکنی‌هایی که صورت گرفته بود، تیمی که می‌خواستش با همه نیرو، با همه انرژی، با همه توان و تمرکزش به رقابت‌ها اعزام بشه، متاسفانه نشد که بشه. بعد با کلی به اصطلاح رایزنی و صحبت و تلاش دوباره رئیس فدراسیون کشتی ما و همه همکارانشون اتفاق افتاد، ولی باز اونجا اتفاق خوب برای تیم ملی کشتی فرنگی و کشتی آزاد ما متاسفانه نیفتاد. ولی دمشون گرم بچه‌های ملی پوشمون که از جون مایه گذاشتن، تلاش کردن، انرژی مثبتشون رو روی تشک بردن تا بتونن دل مردم رو شاد کنن و ما بتونیم در مسابقه فینال ان شاءالله پنجره بامداد روی تشک داشته باشیم. بله، بامداد فردا فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی برگزار خواهد شد بین ایران و آمریکا در آمریکا. با وجود تمام سختی‌هایی که وجود داشت، دمشون گرم، درود به شرفشون. بچه‌ها خیلی اذیت شدن ولی خب رسیدن به فینال با برد مقابل ژاپن و همینطور تیم منتخب جهان، در حالی که می‌دیدین این تیم خب تیم شاید برخی از اوزانش تیم اول و اصلی ما نباشه، ولی دمشون گرم. حواس جامعه ورزش ما هست به رقابت‌های کشتی و آرزو موفقیت می‌کنیم براشون فردا. همینطور برای تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون یک هفته کاملا ورزشی و سخت، هم برای ورزشکارامون، هم برای همکارای عزیز من در گروه ورزش شبکه 3 که ان شاءالله پیگیر باشید، همراه باشید با موفقیت ملی پوشای وزنه‌برداری و کشتی، ان شاءالله همراه باشید. آره، فکر کنم بچهای به اصطلاح فعال در حوزه وزنه‌برداری و کشتی خب خیلی عادت دارن که ساعت 3 و 4 بامداد مثلا ما با فوتبالی عادت داریم که معمولا بامداد، اما والیبالیمون هم این کارو کرده بودن، یعنی یاد بشه مسابقات والیبال میشد که ساعت 3 4 5 6 صبح برگزار بشه، اما خب کشتی رو خیلی کمتر دیده بودیم که بخواد مثلا بامداد برگزار بشه. به همش خسته نباشید، میگم برای تیم ملی نوروزی موفقیت داریم، چه کشتی چه وزنه‌برداری، و بریم سراغ مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی قطر 2022. سرعتمون امشب بالاست، لطفاً کسی جا نمونه، انرژیاتون هم بالا باشه. این از مرور مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها که گفتم خیلی پر اتفاق هم بود. شاید اون چیزی که خیلی پیش بینی میکردن اتفاق نیفتاد، حضور تیم های بزرگ توی مرحله نیمه نهایی میتونست خیلی هیجان انگیز باشه، ولی ما یه بازی در حد فینال به نظرم دیدیم، اونم بازی انگلیس و فرانسه بود. از لحاظ کیفیت فوتبال کاملا در حد حتی فینال رقابت‌های جام جهانی، انگلیسی که فراتر از حد انتظار، یه ذره راجع به این مرحله صحبت کنیم بعد بریم، فراتر از حد انتظارم به نظرم بود، چیزی کم نداشت از فرانسه انصافا.
ببین امروز هم حالا اون کلکلی که نشریه سان را انداخته بود قبلا با ما هم از این کارا کرده بودن، این دفعه هم اومده ما درباره به اصطلاح بازی فرانسه با انگلیس تیتر روزنامه‌شون چی بودش گفته بودن که بریم به استقبال یه نون توست، توست فرانسوی. اکیپ جواب داده بود. آره اکیپ امروز اومد تیترشو انگلیسی زد، یعنی از حتی کلمه ساری د میچ از گود و این چیزا استفاده کرد، یعنی کاملا انگلیسی جواب به اصطلاح نشریه انگلیسی رو داد و تیترش کاملا انگلیسی بودش که دو شرمنده ولی بازی خوبی بودش. آره گود گیم. خلاصه این داستان اینجوری بودش که این کلکله وجود داشت، این ماجرای وجود داشتش، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که دیشب به گفته گری نویل، به گفته روی کین، به گفته وین رونی، به گفته آلن اسمیت، به گفته همه فوتبالی‌های لیگ جزیره، داور خراب کرد ماجرا رو و اصلا اونا معتقدن که داوری حتی 50-50 به نفع تیم ملی فرانسه زده شده. دقیقاً شاید سطحش پایین‌تر از خود رقابت بود. آره. الان مصاحبه بازیکن‌های تیم ملی انگلیس هم داریم، هرچند که خب انگلیس میتونه از اون فرصت پنالتی که داشت استفاده بکنه، کلی کاشته براش نگرفت، شاید سبک داوری این مسابقه که داور اهل آمریکای جنوبی بود با قضاوتایی که توی لیگ برتر باشگاه انگلستان می‌دیدیم متفاوت بود. اینا همه درست، ولی فرانسه تیم خوبیه، باید بپذیریم، یعنی تیمی که با 6 تا بازیکن اصلی مصدوم به این تورنمنت میاد و جلو انگلیس 10 دقیقه که بازی رو میگیره موقعیت گل میسازه، قبل گلی که ژیرو با سر بزنه یه توپ عالی رو پیکفورد در میاره. فرانسه تیم با کیفیتی بود. ولی به نظرم هیچ نقدی به گرت ساوتگیت فعلا وارد نیست، برخلاف چیزی که رسانه انگلیسی دارن انجام میدن و اون یک کسی بوده که یه پروژه موفق رو تا اینجا برده، جلو به فینال رقابت یورو رسیده، به چهارتای جام جهانی رسیده و این مرحله هم به تیمی خورد که شاید قهرمان بشه. اما درباره تیمی که استاد وقت اضافه صحبت بکنه، بله کرواسی، یعنی کرواسی تونسته برزیل رو حذف کنه. کرواسی قبلش 120 دقیقه روی ضربات پنالتی با تیم ملی فوتبال ژاپن داشته، همه گفتن بابا اینا دیگه تمام کارشون بریدن، خستن، مودریچ پیره، بروزوویچ پیره، کوواچیچ پیره و تیم پیره کرواسی در مصاف با تیم سر حال و آماده و پر از انگیزه برزیل قطعا کم میاره، اما بودم تو این نشد. دقیقاً ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کرواسی 2018، این تیم رو به نظر تیم از بعضی جهات ضعیف‌تر شد و یه سری نقاط قوت هم داشت. سه تا هافک مرکزی کیفیتشون پایین‌تر نیومده که بهتر هم شدن. درسته. شما به سن مودریچ توجه نکنید، به آمار بدنی و اتفاقاتی که تو زمین میفته توجه کنید، تیم بهتر شدن. توی دفاع وسط حضور گواردیول بله. تیمو بالاتر برده. جوون، لاورن با تجربه. یه زوج درست. تو دفاع راست اگه بشه ورسالیکو بازی می‌کرد که اون موقع بار بزرگی از رو دوشه. الان یورانوویچ با انگیزه. برمی‌داشت توپ ببره، دریپ بزنه. ورسالیکو 2018 نسبت یورانوویچ بازیکن به مراتب بهتریه، ولی یورانوویچ تو بازی با برزیل شاید بهترین بازی عمرش رو انجام داد. دنیلو تا مرز اخراج رفت. عالی بود، یعنی هم نیمار رو نگه می‌داشت هم دنیلو رو تا مرز اخراج به قول شما پیش برد. خط افک که همونه، ولی نکتهش اینه که مهاجم نوکی مثل ماریو مانژوکیچ که اونجا خیلی کمکش رو می‌کرد و الان رو نیمکت به عنوان یکی از کمک مربی داره فعالیت می‌کنه، تو ترکیب کرواسی نیست. یعنی اگه بخوایم یه مقایسه داشته باشیم شاید یه مقداری از کرواسی 2018 این تیم پایین‌تر. همینطوره. جلوشو کی می‌کشه؟ ایوان پریشیچ. چیکار می‌کنه؟ میاد گل می‌زنه، به عنوان بال سمت چپ میاد یه موقعی راست بازی میکنه، گل میزنه، شوت میزنه، توپ میبره، توپ میاره و عملکردش بی‌نظیره. به عنوان بازیکن تیم تاتنهام تونسته به رکورد داور شوتر برسونه خودش رو و توی 5 تا جام جهانی و یورو گل بزنه و ایدئال و کاملا در سطح استاندارد بالا برای تیم ملی کرواسی بازی میکنه. شب واسه همینه که بلچر ریپورت میگه آقا سه تا نکته رو اگه تیم ملی کرواسی رعایت بکنه سرمربیشون آقای دالیچ ازشون راحته. یک، توپ رو بگیرید به مودریچ برسونید. دو، بازی رو مدیریت بکنید. سه، بکشونیم به ضربات پنالتی و وقت اضافه و تمام. این کارو انجام بدین کرواسی رفته بالا. آره آمارشون عجیب غریبه واقعا. از 7 بازی اخیر که تو جام جهانی وقت اضافه کشته شده تو 5 تاش کرواسی سهم داشته و واقعا وقتی اسم وقت اضافه میاد دیگه همه یاد کرواسی میافتن. تیم مرموز که شاید نقشه اولش جلوی آرژانتین هم کشوندن بازی به وقت اضافه، تیمی که استاد وقت اضافه است کرواسی. احمدی بیننده محترم شبکه 3، آمار عجیب غریب کرواسی در کشوندن بازی به ضربات پنالتی به وقت‌های اضافه و بردن مسابقات، چون 89 تا دیگه خبری از 50-50 نیست. دیدی همه میگن آقا پنالتی 50-50، برای کرواسی این آمار درست نیست، پنالتی خیلی بیشتر از 50-50. واقعا همینطوره. حالا درباره حالا پنالتی و داستانهای پنالتی کرواسی صحبت می‌کنیم، اما برسیم به برزیل. وقتی که می‌خواد جام جهانی شروع بشه همه گفتن خیلی خوب، برزیلی اصلا استاد بردن جام جهانی تو آسیان. چرا؟ چون که تیم ملی برزیل تونسته 2002 بیاد توی مسابقات جام جهانی کره و ژاپن قهرمان بشه، رونالدو یه دوست داشتنی برزیلی‌ها آقای گل بشه، اونها بیان حتی آلمان پرآوازی اولیور کان و رفقاش اون بازی شکست دادن در مسابقه فینال. پس برزیل اومده که با کلی حرف و حدیث و هر آنچه
تیمش هم قدرتمند و توانمنده عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره. تا جایی که انقدر خرافاتی هم بودن که نیمار رفت موهاشو همون رنگی که میگفتن آقا براش اومد داره کرد، مدلشو همون جوری که سامانینا در جریانش هستن برای رفقا اصلاح کرد و خلاصه براشون زد، تا اینکه شاید یه جوری براشون اومد داشته باشه. اما نمیدونستن که شادی فقط 106 دقیقه که نیمار گل میزنه دووم داره، بعدش اتفاق دیگه‌ای قرار رخ بده. بله بعد از اون شادیای بازی کره جنوبی، حالا خیلی هم گفتن شاید یه مقدار زیاده روی بوده، بعضی ها گفتن نه خب با توجه به فرهنگی که دارن مدل شادی کردن چجوری خیلی هم قشنگه، بقیه آدمای دنیا هم دوست دارن میبینن و کیف میکنن. به نظر میرسه که برزیل، حالا بگذریم از اتفاقات غیر فوتبالی، به نظرم از لحاظ فنی هم تحلیلی که داریم میخونیم یه جاهایی کم و کثیر داشت. بازم میرسیم به این نکته که آرسن ونگر هم اگه یاد باشه توی مصاحبهش اشاره کرده بود، این اهمیت دفاعی کناری که توی ساخت بازی جدید، فرم بازی جدید، دفاعی کناری از مهمترین پست‌های فوتبال هستن و برزیل توی این قضیه ضعف داشت. برزیل یه زمانی دفاعی کناریش نقطه قوت اصلیش بودن با حضور روبرتو کارلوس سمت چپ و کافو در سمت راست، مارسلو در سمت چپ و دنی آلوز در سمت راست، ولی الان دفاع چپ و راستی عملاً وجود نداشت برای برزیل. اونا مجبور بودن از دنیلو و میلیتائو استفاده کنن، هافک دفاعی مثل کاسمیرو، شاید خط جلوشون با چارتای شگفت انگیزشون میتونست در واقع گره باز بکنه و خلاهایی که برزیل داشت اونا پوشش میدادن، نمیذاشتن دیده بشه. کجا دیده شد؟ بعد از اتفاقی که تو بازی شب واسه اون که بعدش خیلی انتقاد کردن که آقا چرا برخی از اتفاقات نمیافته، چرا بازیکن مثل بابی فریمینو تو ترکیب شما میتونست جا داشته باشه و الان نیست، چرا نیمار تعویض نمیشه، چرا نیمار مثلا اگه حواشی هم داره تیته یه ذره سعی میکنه که مدام باهاشون بیاد و مدارا بکنه و سعی کنه که اردو تیم ملی رو همونطوری شاد و پر انرژی نگه داره. اما داستانی که وجود داره، برزیل کابوسوار تموم کرد بازی خودش در مصاف تیم ملی فوتبال کرواسی رو و جان سخت‌ها تونستن از صد تیم ملی فوتبال برزیل هم بگذرن. ولی نکته که هستش اینه که امروز هم وینیسیوس جونیور گفته بودش که منتظر ما باشین، ما 2026 برمیگردیم و جام مال ماست، با خودمون میخوام به کشورمون ببریم. امسال هم میتونستن شاید کارهای بهتر از این اتفاقی براش افتاد داشته باشن و رقم بزنن، اما اسیر تیم کرواسی شدن. من فکر میکنم که توی حالا تلگرام هم نوشته شده بودش که شاید بازی راحت مقابل کره جنوبی و سیر شدنشون در نیمه دوم مقابل کره و البته عملکرد خوب تیم پائولو بنتو برزیل رو شکمسیر فرستاد در مصاف تیم کرواسی. تو بازم یادمون نره که این برزیل کلی موقعیت گل جلوی کرواسی ایجاد کرد، میتونست تو همون 90 دقیقه کار تمام بکنه، حتی بعد از گلی که زد تیم ملی فوتبال بازم میتونست بزنه، گلی که خوردن تو به پای ماکینیوش خورد، یعنی حوادث هم حوادث اتفاقات هم بود، ولی برزیل تیم کامل این دوره نبود به خاطر اون نکته فنی که خدمتتون عرض کردم. تعویضای تیتم خیلی ازش انتقاد شد، شما موقعی که بازی گره خورده چجوری وینی جونیور رو رافینیا و ریچارلسون رو میاری بیرون، مثلا فرِد رو میبری تو، یه بازیکنی که مثلا قراره گره بر شما باز بکنه، یا پدر رو بردی اونجا با مثلا 1.90 قد که با ارسالا ضربه بزنه، از این نقدام زیاد شد. همینطوره. بریم بخشیم با هم ببینیم درباره برزیل که مردم ما هم قطعا دوستش خواهند داشت. شما واسه همین که میگن آبادان برزیلته به خاطر این علاقه شدیدی که وجود داره بین حالا داستان‌های فوتبالی و مسائل خونگرمی مردم دوست داشتنی اون خطه، و ببینیم که حالا هوای تیم ملی برزیل بعد از حذف و قبل از حذف چگونه بوده در جام جهانی. جمله آخر به نظرم توضیح کاملی بود برای این جمع هنرمندی که اینجا میبینید، هر کدومشون چندین و چند خاطره تو ذهن علاقمندان فوتبال میارن. جمله آخر گفت که اونا باید یاد بگیرن که هم هنرمند باشن هم بی‌رحم. شما نمیتونی به تنهایی با هنرمند بودن جام ببری تو فوتبال، بعضی وقتا یه توپ پتکوویچ، یه توپ ساده، یه توپ معمولی میخوره پای دفاعت و میره توی دروازه، در حالی که تو همه وقت تو گذاشتی که برای خوشحالی بعد گل چیکار بکنی ولی گل دوم رو نزدی. آره ولی خب واقعا برزیل حضورش تو جام میتونست خیلی جذاب باشه، خود مردم خیلی همه دنیا برزیل رو دوست دارن، اون حالا به ها اون سامبای معروفشون هم شاید جزئی از همون فرهنگ برزیل، همه خوندن، همه میدونن، همه شنیدن دربارش. سالیان سال 24 هم که جام جهانی رو اونها میزبانی میکردن با همین شعار هستن، خیلی جاها خودشونو مطرح میکردن و سعی میکردن که اصلا نماد شاید اون موضوع فرهنگی خودشون رو همین گونه هم به همه مردم دنیا نشون بدن. اما برزیل تیم جذابی بوده، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی اون قاب فراموش، یعنی غیر قابل تصوری رو داشته باشی از رونالدینیو، رونالدو، کافو، روبرتو کارلوس که دیگه میخوای بذاریشون کنار و بگی نه اینا اصلا هیچ وقت تو ذهن من نمیتونن جایگاهی ویژه داشته باشن. همه مردم دنیا یه علاقه خاصی و احترام خاصی برای همه ستاره برزیل همیشه قائل بودن. دقیقاً اصلا حضور این رنگ زرد خوش رنگ توی تورنمنت به نظرم تورنمنت رو جذاب‌تر می‌کنه. تعادل بین اون هنر و بی‌رحمی رو مثلا کسی مثل لوئیس فیلیپ اسکولاری خوب برقرار می‌کرد. میگفتن چرا گیلبرتو سیلوا بازی میده؟ یادته مثلا میگفت احتیاج داره این تیم، این تیمی که همه فانتزی بازن به یه
نفر اونطوری ساده بازی بکنه. البته که مثلا کاسمیرو وجود داشت امسال، بله تعدید اون قضیه، البته که مثلا پاکتا بود که ذره نظم بده به خط هافک این تیم، ولی خب حتما یه چیزی کم بوده که ما الان برزیل تو جمع چهار تا پایینی نمی‌بینیم، ولی به شدت تیم دوست داشتنی و با توجه به میانگین سنی که یه سری از ستاره هاش دارن میتونه مدعی 2026 باشه. آره چون بازیکنای بسیار خوبی داره و نیمکت برزیل هم شما نگاه می‌کردی، حالا غیر از گابریل جسوس که با مصدومیت مواجه شد، رفت زانو رو عمل کرد، الان آرتتا هم قطعا ناراحته که 3 ماه حداقل از میدون دور هست و برای جام جهانی هم نمیتونه برای تیم فوتبال آرسنال بازی بکنه. اما شما نگاه می‌کنید مثلا بازیکن مثل مارتینلی رو داشتن، رودریگو رو داشتن، وینیسیوس رو داشتن، جسوس رو داشتن، اینا همه بازیکنایی هستن که تا مرز 24 سالن، 25 سال هستن و میتونن حالا برای برزیل بازی کنن و خیلی خیلی از نظر روحی روانی آماده هم هستن و میانگین سنی کمی هم داشتن. اما اگر بخوایم درباره بازی برزیل و کرواسی هم صحبت بکنیم، به نظرم هرگز نباید ما از لیواکوویچ به سادگی بگذریم. از دروازه‌بانی که اومد عملکرد بی‌نظیری داشت، رکورددار به اصطلاح مهار در کشور کرواسی در مسابقات جام جهانی شد و بعدش به عنوان یکی از نمادها و یکی از افتخارهای ملی در حال حاضر داشتن همیشه یاد میکنن. لیواکوویچ دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کرواسی. دقیقاً همینه. دو تا قسمت داره به نظرم سرنوشت بازیکن فوتبالی. برای لیواکوویچ الان داره اون اتفاق میفته. شما باید تلاش بکنی تا شانس بیاد سمتت. درسته؟ بله. تلاشه میشه همین عملکرد فوق العاده موفق دروازه‌بان کرواسی توی بازی‌های مختلف و سخت این جام بهترین بازیکن زمین شدن و شانسه میشه که چی؟ نویر بره اسکی پاش بشکنه و پیشنهاد بایر مونیخ بیاد برای شما که داری در تیم دینامو زاگرب کرواسی بازی می‌کنی و عملکرد موفقی توی رقابت‌های جام جهانی داری. تلاش بوده، شانس هم به نظر میاد که سمتش هست. معمولی 27 ساله اما خیلی مصمم و خیلی باانگیز کسی که میاد توی رقابت جام جهانی تو دروازه قرار میگیره و بعد همیشه نمادی برای کشور. جالبه که بدونید که هیچ دروازه‌بانی در تاریخ کشور کرواسی نتونسته در مسابقات جام جهانی تو یه بازی به اندازه لیواکوویچ توپ بگیره. سر بازی با برزیل 11 تا مهار داشته، 7 تاش تو محوطه جریمه بوده و گرفته. این بی‌نظیره، این رکورد برای کشور کرواسی و لیواکوویچ به حساب میاد. ضمن اینکه دژان لادیچ رو اونها قبلا داشتن توی جام جهانی 1998 که کرواسی اومد و سومی جهان از آن خودش کرد، اونها لادیش رو داشتن که در یک مسابقه تونسته بود نهایتاً 7 یا 8 مهار داشته باشه. اما امسال این اومده 11 تا رکورد، یعنی 11 مهار رو داشته و یه رکورد جاودان رو برای خودش ثبت کرده. آقای معمولی اما خاص و ویژه تو دروازه تیم ملی کرواسی. بله واقعاً ویژه شده. نیمه نهایی مقابل آرژانتین دوباره ایشون رو خواهید دید. عمرم یه مارتینز آماده داریم نیمه نهایی که داورش هم اعلام شد دیگه. آقای اورساتو بعد از نقدای بسیار زیادی که به داوری‌ها در 3-4 بازی اخیر شد، از بازی آرژانتین هلند شروع شد به بازی پرتغال مراکش رسید، در انگلیس فرانسه به اوج خودش رسید، آقای دانیل اورساتو رو انتخاب کردن تا کمترین حاشیه داشته باشه. ببین بخش مربوط به لیواکوویچ رو به نظر ما هم ببینیم، بعدش دیگه میریم سراغ ورودی مهمونمون و دیگه گپمون رو سعی می‌کنیم با مهمانمون بفهمید. خواهش می‌کنم. بسیار عالی. ما تصاویر جذابی رو با هم دیدیم. یه گفتگوی خیلی جذاب هم می‌خوایم داشته باشیم. من دوباره خیلی هیجان زده هستم، کلی ذوق دارم و دلیلش رو دیگه فکر کنم خیلی از فوتبالی‌ها می‌دونن، چرا که توی اون سالی که ایشون هم تشریف داشتن تیم ملی ایتالیا موفق شد به عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره با اون تیم درخشان و تیم درجه یک. ولی حیف که ایتالیا نیست تو این تورنمنت، اون تیشرت آبیا رو نتونستیم امسال بپوشیم. بارلا مسابقه کرد، گفته آقا خواهشن دیگه این بعد قهرمان یورو باشه بیاد، قهرمان کوپا بیاد، شما که 40,000 تیمیش کردید آقا، قهرمان قاره رو میدم مستقیم به رقابت جام جهانی. حالا ملیت مهمونمون که مشخص شد، بریم یه تساوی ازش ببینیم، مشخص میشه که مهمان امشب ویژه برنامه جام جهانی شبکه 3 چه کسی هست. بله، آقای جان لوکا زامبروتا، کسی که تونسته با تیم ملی ایتالیا عنوان قهرمانی جهان در 2006 رو به دست بیارن، تا مرز قهرمانی یورو با ایتالیا پیش رفتن و نشد، با افتخار در کنارشون خواهیم بود و می‌خوایم درباره رقابت جام جهانی مفصل با ایشون صحبت بکنیم. آقای زامبروتا سلام، من و مارتن عزیز رو پذیرا باشین، خوشحالیم که تصویر شما رو داریم و امشب می‌خوایم با شما مفصل درباره جام جهانی صحبت بکنیم. خیلی خیلی خوش اومدین. ما صدای مترجممون آقای نجفی عزیزم داشته باشیم اگه میشه، زیر صدای آقای زامبروتا هم داشته باشیم. می سنته؟ ترجمه کردم. سی سنتو سنتو. Ecco. Abbiamo dato il benvenuto e siamo lieti di averti stasera fra di noi. ما نه ترجمه آقای زامبروتا صداشونو داریم، نه زیر صدای خود آقای زامبروتا رو داریم.
دقیقاً می‌بینیم و نمی‌شنویم. فکر کنم الان یه خوش اومدی احتمالاً گفتن و تشکر و آره دعوت اینا. من اینو توی فاصله تا بچه‌ها دارن مشکل صدا رو حل می‌کنم میگم این آیه جان لوکا زامبروتا یکی از 11 ستاره که توی منتخب جام جهانی 2006 بودن، فینالیست یورو، بله. قهرمان جهان در یوونتوس و بارسلونا و میلان و 2000 که قهرمان ایتالیای تاریخ یورو 2000 آره یورو 2000 بلژیک و هلند خیلی حیف شده قهرمان شدن. الان صدا دارن. حالا یه سوال پرسیدم شاید آیت زامبورتا خیلی خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنیم و دوست داریم که درباره اول جام جهانی از شما سوال بکنیم. شما فاتح بزرگترین فستیوال فوتبالی دنیا یعنی جام جهانی بودید 2006. از حال و هوای جام جهانی برامون بگین، چه حسی داره؟ بله متاسفانه ایتالیا نیست که من خودم خیلی این تیم رو دوست دارم. Siamo lieti di averla, possiamo cominciare il nostro dibattito. Se vuole aggiungere qualcosa, grazie, aprire il grazie, grazie a voi, no, è un piacere, buonasera a tutti. شب خوش میگم به همه، خیلی خوشحالم که اینجا و خیلی خوشبختم که با همتون هستم. آزا برد از نبودن ایتالیا بگید، چرا اتفاق افتاد برای ایتالیا رو با جام جهانی نداریم؟ بگش من جوابمو گرفتم. آره من داشتم. Ma è una bella domanda. Purtroppo non avere l'Italia per due mondiali consecutivi è sicuramente un peccato e un problema per noi, per tanti tifosi in Italia, non solo quelli che stanno in Italia, ma anche per quelli che sono comunque in Italia da سراسر جهان یک تاسف بزرگه. Non veder l'Italia in un mondiale è chiaro che ندیدن ایتالیا توی مسابقات جهانی è stato comunque un peccato insomma per tutti quanti یک افسوس بود برای همه ما. l'Italia چون به هر حال ایتالیا delle nazionali che یکی از مهمترین تیم‌های ملیه که بیشترین همراه با برزیل آلمان بیشترین جام‌های جهانی رو برده که یه جورایی باید همیشه انگار توی مسابقات جهانی باشه. بسیار عالی. از این چهار تا تیمی که الان تو نیمه نهایی هستن شما راضی هستین نیمه نهایی جام جهانی قطر 2022 رو خودتون شخصا دوست دارین؟ کرواسی با آرژانتین و تیم ملی فرانسه با مراکش رو راضی هستین؟ Ma sono comunque tutte squadre che طبیعتاً به نظر من come l'Argentina تیم‌های مثل آرژانتین و کرواسی 2018 è arrivata in finale سال 2018 به فینال رسید. Sapevamo la Francia stessa. و حتی فرانسه اینا تیم‌هایی هستن که ما می‌دونستیم میتونن تا آخر میتونن برسن. La piacevole sorpresa è sicuramente quella del سورپرایز قشنگمون مراکش بود که هممون می‌دونیم. یک قدم فوق‌العاده‌ای برداشت. È chiaro che fa و مشخصه که diciamo effetto non vedere squadre come la Germania طبیعتاً ندیدن آلمان برزیل یا خود پرتغال واسمون عجیب بود تو این مرحله نداشتنشون اما باز مراکش فوق‌العاده ظاهر شد. حالا راجع به تک تک این تیم‌ها ازتون سوال می‌پرسیم آقای زامبروتا، ولی خب شما در سه دوره رقابت‌های جام جهانی حضور داشتید، کیفیت این دوره رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ در وسط مسابقات لیگ باشگاه‌های مختلف برگزار شد و هم زمانش فرق می‌کرد، هم خیلی هم گفتن ممکنه حتی کمک بکنه به ارتقای کیفیتش. من مسابقات جهانی فوق‌العاده‌ای دیدم تا حالا، چه از لحاظ سازماندهی مسابقات جهانی جام جهانی. من دو هفته توی دوحه بودم از اول تا آخر مسابقات گروهی، خیلی خوب سازماندهی شده بود همه چیز.
که یک طرفدار فوتبال عام میتونست خیلی از بازی‌ها رو ببینه در همون روزه، به خصوص میتونست این بازی ببینه، بعد بازی بعدی رو ببینه مثلا ساعت 10 شب، میتونست بازی زیادی توی طول یک روز ببینه، تقریبا مثل یک المپیک بزرگ فوتبال بود که چیز جدید قشنگی بود که واسه من خیلی جذاب بود. Il livello, secondo me, il livello è stato basiam focolade bude ta allo. Non ci sono state sicuramente delle sorprese tranne quella del Marocco. Per غرض مراکش سورپرایز خاصی نداشتیم، اما contro Portogallo مراکش مقابل پرتغال فوق‌العاده ظاهر شد، همه رو شگفت زده کرد. و سطح بازی ها و سطح تکنیکی بازی ها لحاظ تیمی فوق‌العاده بوده. بسیار عالی. درباره قطر صحبت کردین، از میزبانیش گفتین، اینکه مثل یک مسابقات خوب المپیک هم میتونستن درگیر جام جهانی باشن و بازی رو ببینن. خب ارزیابیتون از خود قطر و پیشرفت فوتبالش چقدر بود؟ تیمی که به عنوان تیم سرگروه گروه اول حتی به مرحله حذفی راه پیدا نکرد و معمولا میزبانایی که کنار میرن یه ذره شاید معتقدن همه که افت میکنه مسابقات جام جهانی، آیا اینطوری بود؟ فوتبال قطر چطور بودش؟ Ma io sono andato a visitare in Qatar nei giorni che ero lì, sono andato a visitare la Spire Academy che من واسه تو قطر بودم، آکادمی فوتبال قطر دیدم که جوانان و نوجوانان با استعداد قطری رو داشتن آماده می‌کردن که کار بسیار فوق‌العاده‌ای هم پشتش برنامه‌ریزی شده بود که واسه کل کشور برنامه خیلی برنامه‌ریزی دقیقی داشتن، از دوشنبه تا پنجشنبه مطالعه میکنن، تمرین میکنن و تو تمام نقاط کشور سازماندهی شدن. ما خیلی از این بچه هایی که داریم تو تیم ملی قطر میبینیم، بچه هایی هستند که تو آکادمی قطر بزرگ شدن. بله. یک مسیر خیلی مهمی پشت رشد این استعدادهای فوتبالیست قطر هست که طبیعتاً وقت بیشتری میخواد و تا همین جاش هم قطر مسابقات آسیایی رو برده. یک مسیر مهم که این کشور داره انجام میده، یک پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتن حتی لحاظ سازماندهی این جام جهانی. یک مسیر طولانی و طبیعتاً نه آسون خواهند داشت که زمان خودش رو میطلبه و قطعاً توی مسیر درستی قرار گرفتن. بسیار عالی. بله، آکادمی بی‌نظیر اسپایر که خیلی از تیما میرن اونجا و اصلا کار میکنم. دقیقاً. من میگم یه فاصله بگیریم، یه بخشی ببینیم عجب دوران فعالیت آقای جان لوکا زامبروتا در تیم ملی فوتبال ایتالیا، در باشگاه مختلف بودن، بارسلونا و یوونتوس، خب من بارسایی هم بودم، میلان، آره، ایتالیا همینطور. یه بخشی ببینیم، فاصله بگیریم، بعد همراه هستیم با جان لوکا زامبروتا، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا، سرمربی که با بارسلونا و اسپانیا به افتخارات بالایی رسید با سبک گواردیولا، هم یک تکنسیان فوق‌العاده فوتبال، هم یک سرمربی درست. مسابقات جهانی واسه هیچ کشوری، واسه هیچ تیمی ساده نیست، خیلی پیچیده است شرایط. او همیشه فلسفه و تز خودش رو در ارتباط با فوتبال برد جلو. یه تیمی از فوتبالیستای جوان و با تجربه داشت که قطعاً در آینده چیزهای مهمی، کارهای مهمی انجام خواهند داد، چه با تیم‌های خودشون، چه با تیم ملی اسپانیا. پس معتقدم که اونها هم لوئیس انریکه مخصوصاً یک مسیر خیلی قشنگی و با بردن جلو یه ایده‌های خودش انجام داد که حالا چه درست چه غلط، هر سرمربی این ریسکا رو می‌کنه. اما به نظر من لوئیس انریکه یک سرمربی بسیار بزرگه. متاسفانه تکرار میکنم که مسابقات جهانی یک تورنمنتیه که خودش سخته، خودش سنگینه و
جایی رو واسه خیلی از اشتباهات نمیذاره. من الان برام خیلی غریبه این حالت آقای جیانلوکا زامبروتا که خیلی راحت نشستن، دست هاشون پایینه. یعنی من همیشه عادت داشتم آقای زامبروتا یا اینطوری باشن یا اینطوری با داوری یا اعتراضی یا صحبتی و کلی انرژی که تو زمین همیشه داشتن، اما الان چه جوری سن رفته بالا یه ذره آروم شدین؟ یعنی الان یه ذره چون در حال مصاحبه هستی می‌ذاره شما آروم شدین؟ همیشه اینو بود تو عکس‌ها، حتی خیلی زیاد میشه راحت پیدا کرد. نه، من همیشه حتی وقتی فوتبال بازی میکردم آروم بودم. هیچ وقت کله داغی نداشتم به اصطلاح. درسته که همینطور که میبینید کلی موی سفیدم تو سرم هست، یه سری چین و چروک هم داشتم، اما همینه طبیعیه، اما همون موندم. شاید عادت داشتید که منو بیشتر در حین دویدن ببینید که خیلی سریع می دویدم، اما الان متاسفانه نه، یه ذره وزنم هم رفته بالا، اما طبیعتاً اینم قسمتی از گذر زمان و رفتن بالای سن. عالی عالی، بنظرم خوشتیپتر شدید. آره بی‌نظیر. آیزان بروتا، راجع برزیل هم صحبت بکنیم، شاید خیلی اعتقاد داشتن. یه گرازیا گفته مثلا راجع برزیل صحبت بکنیم. خیلی ها شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی میدونستن برزیل رو. چی کم داشت برزیل برای قهرمانی؟ ما il Brasile sì, secondo me con la Francia, برزیل، فرانسه، آرژانتین، پرتغال erano le squadre che به نظر من میتونستن به semi finale se non fino alla نیمه نهایی یا حتی تا فینال برسن همشون. È sicuramente un Brasile ricco di grandi giocatori, di grandi campioni. برزیل بازیکن‌های بسیار بزرگی داره، همشون رو هممون میشناسیم. اما مشخصه که برزیل چندین سالی هست که یه رقابت اینقدر مهم رو نبرده. 2002 آخرین مسابقاتی بودن که بردن. 20 سالی ازش گذشته، سالی زیادی هست. سخته که یه دلیل بخوایم پیدا کنیم تا بگیم علت این که برزیل از مسابقات خارج شد این بوده. من دقیقا نمیتونم چیز خاصی و شفاف بگم و یک دلیل منطقی مطمئن رای بدم. مشخصه که مسابقات جهانی متفاوتی داریم، چون داریم وسط فصل اروپایی بازی میکنیم. مسابقات بازیکنان فیزیکی خیلی آماده ترند، تو اوج شرایط فیزیکی خودشون هستن، پس همه چیز میتونست اتفاق بیفته. ما با کرواسی اینو دیدیم، با مراکش اینو دیدیم که بازیکنهای با استعداد و بسیار قوی داشتن که از لحظه اول تا 120مین دقیقه میدویدن. طبیعتاً به همین دلایل شاید تیمی تکنیکی مثل برزیل نمیتونست به راحتی تا آخر برسه، همینطور که دیدیمش. همینطوره. درباره انگلیس هم یک کوچولو برامون بگین لطفاً. گرت ساوتگیت نایب قهرمان یورو، دوره قبلی جام جهانی هم جزو 4 تا، اما الان توی نیمه نهایی نیستن. بله، انگلیس هم کم کم شروع کرد، رسید تو فینال با ایتالیا، تو پنالتی ها بازی رو باخت، فینال رو باخت. تیمی بود که واقعا میتونست تا فینال برسه. una squadra difficile da affrontare. تیم سختی بهش خورد.
فین سوپلمنتاری کنترل لا فرانسه میتونست به راحتی بره تا وقتای اضافه. متاسفانه ضربه پنالتی رو خراب کرد هریکین بعد و متاسفانه نتونستن که برسن حتی به به ضربات پنالتی. شاید اگه بازی به وقت اضافه میرفت بعد از اون پنالتی و به مسابقه به پنالتی میرسیدن قضیه 50-50 میشد. درسته. به نظر من فرانسه تیمیه که خیلی امکانات بیشتر و احتمالات بیشتری داره که به فینال برسه، چون بازیکنهای بسیار فوق‌العاده‌ای داره، همون یازدتایی که میرن تو زمین و هم روی تو بازیکنهای نیمکت نشین فوق‌العاده، همه بازیکناشون شاهکارن. جیرو بازیکن فوق‌العاده ایه با اینکه سن خودشو داره، اما هنوز میتونه شرایط رو به تنهایی تغییر بده. به نظر من تیمیه که به راحتی میرسه به فینال. درسته. و انگلیس فرانسه سخت و سمجی و باش برخورد کرد. شاید اصلا تنها تیمیه که میتونست ببره تیم ملی فرانسه رو همین انگلیس بود. ما دیشب درباره صحبت کردیم چه فاکتورهایی رو داشتن. آیز آمبراتا، به بهانه حضور شما میخوام یه سری بزنیم به جام جهانی 2006 و صحنه‌های جذاب و گلای دیدنی ایتالیا در اون جام رو ببینیم. خاطر انگیز ترین صحنه جام جهانی 2006 از نظر شما کدوم بوده؟ اینو بفهمید که بریم تصاویر رو هم ببینیم. E volevamo sapere il ricordo più bello che lei ha avuto dai mondiali 2006. یادم میاد خاطره جذابم وقتی که جامو میبریم بالا، جامو بردیم بالا، یک جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت واسم. نمیدونم چجوری میتونم بیانش کنم. کاریزما و کیش خاص خودشو داره اونجا. همه فوتبالیستای جهان فکر کنم وقتی که شروع میکنم فوتبال بازی کنم فکر میکنم که به تیم ملی برسن، بعد همینطور بیان بالا و برسن به جام جهانی. مارادونا همیشه همینو گفته، کریستیانو رونالدو همینو میگه. زیباترین چیز اینه که اینجا ما بری بالا و ما تو برلین اینو بردیم بالا سرمون تو 2006 و با خودمون بردیمش تو ایتالیا و به همه هوادارانمون نشونش دادیم وقتی که تو روم منتظر اون بودن. جام رفت به جای هوم، این دفعه دیگه واقعا روم دیگه به روم رفت جام. یورو قبلی هم حالا بهشون نگیم آقای زامبروتا، ولی خیلی از مردم فکر کنم اون چیپ زیدان و اون ضربه سر زیدان ماتراتی تو ذهن داشته باشه. تو ذهن داشته باشه، جزو تصاویر موندگار تاریخ. ترجمه نکنه آقای زیدان، ترجمه نکنه. بریم تصاویرشو بخوایم ببینیم. حالا گلاشو ببینیم. نه گل ایتالیا جام جهانی بریم 2006 دل مونیاله. بله 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 مونیال. ما به سیکورامنته سی دو اندار پرندره قطعاً اگه باید از فرانسه یکی رو انتخاب کنم ژیرو امباپه. ژیرو و امباپه sono comunque due giocatori che ben avanti dopo tutta baziconi anche cannonieri del mondiale che فوق‌العاده تا اینجا کار کردن. io posso dire allora جو آرژانتینا ای بخوام حرف بزنم، فقط یه اسمو میتونم ببرم، مسی. و من شانس اینو داشتم که تو بارسلونا باش دو سال بازی کردم و هوادارشم طرفدارشم که امیدوارم که برسه به فینال و مسابقات جهانی رو ببره. این سه نفر رو نام میبرم که من تحت تاثیر قرار دادن تا الان. از این چهار تای باقی مونده، فرانسه، آرژانتین، کرواسی و مراکش، شما شانس کدومو بیشتر میدونید؟ حالا میدونم از نظر احساسی هم شاید دوست داشته باشید آرژانتین ببره و خیلی هم فکر میکنن وقتش رسیده که جام بالاخره به همبازی قدیمی شما برسه. ما سیکورامنت سی ال سو اکس جوکاتور سخته اینا، اما فرانسه قطعا امکانات خیلی بیشتری داره که برسه به فینال و باز بتونه برای 2018 جام جهانی ببره. اما همونطور که همیشه گفتم تو این مسابقات من امیدوارم این اتفاق واسه آرژانتین بیفته و جامو ببره به دو دلیل. اولیش برای لیونل مسیه، چون باید به نظر من اون جام خوش رو ببره بالا سرش و مهمترین جامیه که تو حرفش کمه و
یادآور مارادونا هم بشه که دو سالی هست که ما از دستش دادیم و خیلی وقتم است که آرژانتین نبرده این مسابقات و من به این دو دلیل امیدوارم که آرژانتین جامو ببره. من امیدوارم. ایشون هم خیلی علاقمند هستن به این موضوع. درباره تیم ملی ایران برامون صحبت بکنین. درباره تیم ملی فوتبال کشور ما چقدر شناخت دارین؟ بازی ایران رو دیدید ندیدید و ارزیابیتون از فوتبال ایران چیه؟ ما تو این تورنمنت میتونستیم از مرحله گروهی بیایم بالا ولی اول مورد تاریخ فوتبال کشورمون، اما متاسفانه نشد. Sì, ma io reputo vale. Farlo più nel collettivo, insomma, è stata sicuramente una sorpresa شگفتی بود، مثبت بود. Tutto poi per il momento che sta vivendo comunque il paese. Maximo se شرایط ایران. Preciso istante. Anche la sede. Ma la reputo comunque una bella sorpresa, una squadra. Ma basta, man یک شگفتی خیلی مثبت بود. که چیزهای قشنگی از خودش ارائه داد. مسابقات ساده ای واسش نبود، گروه ساده ای واسش نبود با ولز و آمریکا و انگلیس. معتقدم که ایران همیشه یکی از همون تیم های ملی آسیایی مهم بوده، چون تو آسیا بسیار حضور قوی داشته و همچنین تو مسابقات جهانی هم حضور قابل توجه داشته این اواخر. اینترسانتی جوکاتوری که کمونکه جوکانو این کمپیوناتی اروپی di primissima faccia e quindi credo che Van Bosiconai dare توی مسابقات توی لیگ های اروپایی تو رده بسیار بالایی قدرت خیلی بالایی داشت از لحاظ فیزیکی جسمی و همینطور از لحاظ ذهنی و روحیه و به نظر من لیاقتشون بیشتر از این بود و میتونستن بهتر هم نتیجه بگیرن. بسیار عالی، متشکرم. متشکرم آیزان برات. از شما ما قراره که برای بخش پایانی گفتگومون بعد از اینکه با شما خدافظی کردیم یه آیتمی رو از روبرتو باجو ببینیم به عنوان یکی از اسطوره‌های تاریخ فوتبال دنیا. نکته ای، صحبتی، نظری راجع بهشون؟ ما روبرتو باجو devo dire che باید بگم که روبرتو باجو è stato comunque il mio idolo da bambino. اسطوره محمود وقتی که بچه بودم، من پوستر باجو رو تو اتاقم داشتم وقتی بچه بودم. من اون پست رو بازی نکردم اما تو ایتالیا واسه خیلی از بچه‌ها یک فوتبالیست ظریف فوق‌العاده و شاهکار بود. من این شانس رو داشتم که باشم مسابقات ملی بازی کنم، هم بازی بشم و آخرین بازی ملی باش انجام دادم تو تیم ملی. باید بگم که سوای این که یکی از بزرگترین شماره دههای تاریخ بوده، نه فقط ایتالیا بلکه تاریخ، معتقدم که انسان فوق‌العاده لحاظ شخصیت انسانیه و این مهمترین جنبه روبرتو باجو. من باجو رو با لذت و آرامش تصور میکنم، چه تو سال 90 چه تو آمریکا تو سال 94. با اینکه واسه ما خیلی خوش شانس نبودیم تو مسابقه با برزیل و متاسفانه با پنالتی آخرش، اما روبرتو باجو همیشه تو قلب منه مثل یک انسان بزرگ و یا انسان شاهکار. آقا شما چپ های یا راست پا؟ بالاخره هم دفاع چپ هم دفاع راست، هم هافک چپ هم هافک راست، با جو فاهم گل زدید. اونو که جو کن سی کن پید سینیست رو ده نه یو نه. من راست پام، اما کم کم تو طول زمان یاد گرفتم که با پای راستم پای چپم هم کار کنم. Quando arrivò Lippi alla Juventus, ma vakti residam vakti Lippi resid be Juventus bad az Ancelotti, Mauro German Camoranesi, Marcello Lippi mi spostò a giocare Marcello Lippi terzino sinistro, mano gozasht defoi chap a giocare con il sinistro, va majbur shodam ke ba pay va majbur sham ba pay chapam bazi konam va mikhastam tu Juventus bazi konam va kar dige nemitunastam bokonam. Muvaffaq bashin, kheli lezzat bordim az inke amray ma budi. Sepasgozarim daratun arzie
سلامتی داریم، بیاین ایران. مردم مهمون نواز درجه یک رو دوست داشتنی داره که فوتبال ایتالیا رو خیلی دوست دارن، شما رو هم خیلی دوست دارن و ایشالا که همیشه خوب باشین. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. شبتون بخیر. خدا نگهدار آقای زامبروتا. تشکر میکنم و خیلی خوشحال شدم. متشکرم. متشکرم از آقای نجفی عزیزم. تشکر میکنم که زحمت ترجمه صحبت آقای زامبروتا رو کشیدن. امیدوارم که از این گفتگو خوشتون اومده باشه. ان شاء الله فراشرم گفتگوی خوب تو خواهیم داشت. خاطرات اونایی که طرفدار ایتالیا هستن کاملا زنده شد. آره من خودم خب لذت بردم. به خاطر بخشی که میخوایم تقدیم بکنیم درباره دومسبی دوست داشتنی، دومسبی عجیب و غریب، روبرتو باجوی که من خودم 94 شاید به این طرف دیگه کامل فوتبالای جام‌های جهانی و بازیمون یادمون از سوقشن تو ذهنمون هست و واقعا چیکار می‌کرد روبرتو باجو با اینکه بد شانسی هم ولش نمی‌کرد، مصونیت پشت مصونیت، مصونیت پشت مصونیت و اتفاقات عجیب و غریب، ولی یه روحیه بی‌نظیر داشت و حالا تو این ایامی که حالا درباره به اصطلاح ورزش و فوتبال و چهره ها صحبت می‌کنیم، پیشنهاد می‌کنم دوستان چون تو هم خودت خیلی اهل فیلم هستی حتما این مستند جدید روبرتو باجو رو ببینن که درباره همین دو مسبی حالا فوتبال ایتالیا داره صحبت می‌کنه، خیلی جذابه و برای ایتالیا خیلی میتونه باحال‌تر هم باشه. آره بسیار عالی. بریم این بخش رو با هم دیگه ببینیم. بس فوتبال ایتالیا گفتگومون رو می‌بندیم، راجع به بقیه مسابقات صحبت می‌کنیم. بخش خیلی خیلی جذابی رو بچه‌ها تدارک دیدن که دیگه پشت سر هم تقدیم می‌کنیم. بفهمید. و قوی بریم جلو. بفهمید. شبتون بخیر دوستان بیننده. ساعت 23:45 دقیقه است که همراه شما هستیم، با 2022 همراه هستید. یه پرش فوق‌العاده، یه جهش بی‌نظیر، ضربه سر خیره کننده و در نهایت یه پرش به سمت چهار تیم برتر جام جهانی میشه آمار خیره کننده و بی‌نظیر برای ولید رگراگی سرمربی تیم ملی مراکش و تیم مراکش که موفق شد برای اولین بار در تاریخ آفریقا جزء چهار تیم برتر جام جهانی باشه. بسیار فوق‌العاده بوده تیم مراکش، تیمی بر مبنای شجاعت به نظر من، استحکام خط دفاعی، حس خوبی که بازیکنان نسبت به هم دیگه دارن کاملا مشخصه، این انرژی که تماشاگرها به استادیوم میارن، اون استقامتی که توی خط دفاعی میبینید برآمده از یه انرژی فوق‌العاده است از کشور میاد و این تیم رو تا اینجای تورنمنت رسونده. نگذریم از اتفاقات فنیشون، امروز مقایسه شده بود بین اون پرشی که کریستیانو رونالدو تو بازی سمپدوریا فکر کنم و پرشی که یوسف النصیری بالای دستای گلر پرتغال انجام داده بود و همه چی نشون میده که این تیم تیم قابل ستایشیه، تیمی که داره شجاعانه بازی میکنه، تیمی که تا اینجا تونسته در جمع چهار تیم برتر جام جهانی فوتبال باشه و این یه اتفاق بی‌نظیر برای رگراگی و تیمشه. همینطوره. 2:56 اون توپی بودش که سامپدوریا گل کرد کریستیانو رونالدو، یعنی 2.56 ارتفاع توپ بوده و 2.78 ارتفاع توپی بوده که دیشب النصیری موفق شد بزنه و برای تیم ملی فوتبال مراکش به ثمر برسونه و یه رکورد باشه، هم پرشش هم جهشش هم گلش و هم حضور تیم ملی مراکش توی مسابقات در بین چهار تیم. یادمون باشه دیشب هم گفتیم با آقای حسین که آقای رکراگی خودش از اول شهریور به عنوان سرمربی تیم ملی مراکش انتخاب شد برای اتفاقاتی که داشتن، داستانی که داشتن، اونم 3-4 موقع که تیمو تحویل گرفت ولی اومد این اتفاق بی‌نظیر رو رقم زد و چقدر جذاب بود حضور مادران و بازیکنای تیم ملی مراکش تو ورزشگاه که هفته گذشته عکس اشرف حکیمی در اومد با مادرش، این دفعه بوفال من دیدم، این دفعه بوفال عکسش در اومد که با مادرش تو زمین تو چمن داشتن خوشحالی میکردن و این تصاویر بسیار ماندگار و جذاب. واقعا حس خوبی که تیم مراکش خیلی ها گرفتن. اتفاقات فنی این تیم برمیگرده به بعد از جام جهانی 1986، از 2014 پروژه جدید مراکشی ها برای کشف استعدادهای جدید بازیکنه که پتانسیل بازی تو تیم ملی فوتبال مراکش رو داشتن شروع شد که اشرف امثال اشرف حکیمی و یاسین بونو که متولد کانادا بود، اشرف حکیمی که برای آکادمی رئال بازی می‌کرد، بازیکن تیم ملی اسپانیا باشه، اینا شکل گرفت تا در نهایت رسید به یه تیم قدرتمند که جنگجو داره جلو میره. آقای زامبروتا هم نکته رو اشاره کرد، تیم از لحاظ بدنی فوق‌العاده است، یعنی اصلا کم نمیاره جلو تیم‌های ملی دیگه. بدون شک همینطوره و خودت هم گفتی دیگه، اونا مالکیت رو نمی‌خوان، توپو نمی‌خوان، توپ واسه تیم حریف باشه، اونا از همون 10-20 درصدی که مالکیت توپ رو دارن استفاده می‌کنن و به تن شکلی ممکن زده حمله می‌زنن، سرعتیان با انگیزه مصممن و یه خط حمله بی‌نظیر دارن، یعنی بوفال و النصیری و حکیم زیش یه مثلث بی‌نظیر دارن و اضافه میشن از چپ و راستشون دیگر بازیکن‌ها و تیم ملی مراکش تیم بسیار خوب و قابل احترامیه. مردم فکر کنم کیف کردن. امروز هم مثلا من با یکی از دوستا و اطرافیان و رفقا صحبت می‌کردم، گفتن که مراکش میاد فرانسه رو می‌زنه، انقدر با انگیزه شده که میاد و فرانسه رو هم شکست میده. درباره یاسین بونم که گفتی، خودش هم یه جور رکورددار شده در بین دروازه‌بان‌های آفریقایی که تونسته بیاد هم در بین 4 تا دروازه‌بان برتر باشه تو این تورنمنت و همین که انقدر پنالتی رو توپ گرفته که برای خودش هم یه رکورد انفرادی کنار گذاشته یاسین بونو. بله بازیکن‌ها به شدت با شور و
هیجان بازی میکنن، تا آخرین لحظه اونا ناامید نمیشن و سختگیریشون رو تک تک توپا رو میتونید ببینید. اونا مثل مشت زنا دارن کار میکنن، که مهم نیست چقدر محکم مشت میزنی، مهم اینه که چقدر میتونی به مشت زدنت ادامه بدی. و مرکش تا اینجا به مشت زدنش ادامه داد، چون شما خیلی به ریتم و اینا فکر کنم عرقه داری درباره همین مشت و اینا گفتی دیگه. الان موزیک این آیتم رو ببینیم، یه بخش از مراکش رو هم ببینیم و برمیایم همراه شما هست. بسیار تصاویر جذاب و قشنگی بود با این موزیک خاطر انگیز، با این موزیک خاطر انگیز فیلم های آقای سیلوستر استالونه که ما هم دیگه میدیدیمش، خیلی کوچولو بودیم. و یه نکته که در تیم مراکش وجود داره اینه که ما کامرون 90 رو در ذهن داریم، قنای مثلا 2014 رو در ذهن داریم و مراکش 2022 هم در ذهن عالی فوتبال بدون شک دیگه در ذهن خواهد موند و میتونه مراکش فکر کنم که یه شگفتی ساز بشه. حالا اگه فرانسه پسش بر بیاد، شاید برای بازی سوم چهارمی یه اتفاقاتی مثلا بیفته، مثلا دوستان مثلا دوباره مراکش بازی کنه با تیم ملی کرواسی، آرژانتین بره فینال، یه فرانسه آرژانتین ببینیم و اونجا به نظرم باز بازی کرواسی مراکش میتونه بازی جذاب جام جهانی باشه. دقیقاً میخوام یه بخشو ببینیم از آنالیز تیم مراکش، تیمی که نشون داد میشه مالکیت توپ کم داشت، میشه دفاعی ولی هدفمند بازی کرد، میشه دفاعی بازی کرد ولی پرغرور بازی کرد، دفاعی بازی کرد ولی تیمای بزرگ رو شکست داد، تو لاک دفاعی فرو نرفت، یعنی نقشه برای حمله میتونی شما داشته باشی. موقعیتی که مرکش تو بازی مختلفش ایجاد میکنه رو ببینید، به نظرم تو این تصاویری که بچه‌ها محبت کردن و آماده کردن بیشتر میتونیم با شگفتی ساز این دوره رقابت جام جهانی آشنا بشیم. بله بفهم تصویر اونگی ببینیم رو تصاویر منم آدرسین. جهان کسی که 196 تا بازی براش در پرتغال ثبت شده، 118 گل زده، 22 تا بازی در رقابت جام جهانی کرده و 8 گل به ثمر رسونده، میشه آمار بسیار خوب برای کریستیانو رونالدو که نتونست به رکورد 9 گلی آقای اوزبیو برسه و با 8 گل کار خودش در قطر رو به پایان رسونده. بله این اولین روز از تاریخ جام جهانی بدون کریستیانو رونالدو. البته که بعضیا حالا توی پیام‌های شخصیشون و نام صفحات شخصی اینا جوری میگفتن که انگار ممکنه حتی جام جهانی بعدی هم وجود داشته کنه. باشه اینکه 41 عدد زیادیه، سوالشون زیاده؟ نه شما که چل... رونالدو میتونه، اما که نظر رسیدی ولی رونالدو نظر من میتونه احتمال داره که بیاد. امروز هم خیلی خانواده‌اش، حالا هم همسرشون هم خواهرشون، خلاصه اونجا توییت زدن آقای سانتوش مورد انقیاد قرار دادن که آقا دام تو لیاقت لوئیس فیگو عظیم، خود فیگو، بعد پله این کارو کرده بودش و همه اومده بودن آقا پله چی جوری توییت میزنه، تو نگران سلامتی تیم مقابلش چی جوری توییت تو اینو میزنه، گوشو ول کن آقا به فکر خودت باش، چه ذره که تو در ذهن ما هستی. خلاصه یعنی همه اومده بودن با چهرهای شاخص دنیا درباره رونالدو صحبت کردن، قابل تقدیر رونالدو، به ما که سابقه گلزنی داره، پنالتی قشنگی که می‌خواست بزنه با علی بیرامن قشنگ‌تر ازش گرفت و کلی کیف کردیم توی جام جهانی قبلی، ولی خب پرونده‌اش بسته میشه فعلا در قطر، ولی گفت دیگه شاید جام جهانی بعدی بازم باشه. بله اون همچنان یک اسطوره است، حتی وقتی شکست می‌خوره. این بخشو ببینید، رونالدو به نظرم بخش مهمی از تاریخ فوتبال رو خودش نوشته. کریستیانو رونالدو پرونده جذاب درباره مرد دوست داشتنی فوتبال پرتغال، ولی ماجراجویی شاید رقیبش ته چند سال گذشته هنوز در جام جهانی ادامه داره. لیونل مسی با آرژانتین میتازه و در مرحله نیمه نهایی در مسابقات تیم ملی فوتبال کرواسی با بازی خودشون اونها برگزار کنن. مسی که یه آماری اومده بود درباره اونهایی که بیشترین مسافت رو فقط راه رفته بودن در رقابت جام جهانی، بعد از رابرت لواندوفسکی نفر دوم بوده، نه یه 8 کیلومتر مثلا میزنن که دوندگی لیونل مسی بوده، حدود 5-5.5 کیلومتر رو فقط قدم زده و راه رفته، اما کارو درآورده، پاس گل داده، گل زده و الان آرژانتین رو در بین 4 تیم برتر دنیا ما داریم میبینیم. بله درسته، آمار دیدم، اتفاقا
این برای حفظ جون لواندوفسکی. آره. فکر کنم تو دو تا از بازی‌ها رکورد زده بود. درسته. برای حفظ انرژیش موقعی که می‌خواد استارت بزنه دیگه. یعنی سعی می‌کنه تقسیم می‌کنه قوای بدنیش رو، حالا یکی مثل لوکا مودریچ تقسیم می‌کنه، فرم دویدنش متفاوته، ولی مسی توی این زمینه که گفتی دقیقاً جزو رکورددارهاست. حالا با بسته کامل بازی پرتغال مراکش رو رفتیم، با صحبت راجع به تیم ملی فوتبال مراکش، با گزارش احسان راجع به بازی پرتغال و مراکش و بحث راجع به کریستیانو رونالدو، الان می‌تونیم راجع به بازی آرژانتین و هلند شروع بکنیم. شروع از مسی بودش که این اتفاق افتاد. من حضور ذهن ندارم دقیقاً، ولی یه ال کلاسیکو بودش که مسی گل زده بود، پاس گل داده بود، باز هم کمتر داده بود. من مثلا نوشتم که نزدیک مثلا 5 6 کیلومتر جاگینگ کرده بود، فقط نرم دبی کرده بود به اصطلاح لیونل مسی، و این نشون میده که چقدر خلاق، بی‌نظیر، نابغه، برای همین شاید بهش لقب دادن. چند شب که با کارشناسان صحبت می‌کنیم، حالا ماسکرانو طبیعیه، ماسکرانو که با هم صحبت می‌کردیم، با شما هم کلام شد تو برنامه، طبیعی هموطنش دوست داره که این اتفاق بیفته، ولی مثلا ایوان الگرا، حتی نونو گومژ، آیه جانیکا زامبروتا، اینا همه یه حسی دارن از اینکه تنها دستاورد باقی مونده برای لیونل مسی این بار اتفاق بیفته. این مرز باری که بین مسی و دیگو مارادونا که کسب عنوان قهرمانی جهانه، اینم بشکنه که اون موقع شاید خیلی از تردیدها راجع به اینکه بهترین بازیکن تاریخ کیه، اصلا این سوال از بین بره و همه به یه جواب مشترک برسن. مسی. لیونل مسی هم میگم بهترین بازیکن تاریخه و احتمال داره که او بیاد و تنها افتخاری که در کلکسیون افتخاراتش دیده نمیشه رو تکمیل کنه. یه بخشو با هم ببینیم. من می‌خواستم بگم که بسیار کار سختیه به نظرم، متوجه حضور فرانسه و به نظرم فرانسه تیم به مراتب قوی‌تری از آرژانتین، مگر اینکه حالا یه اتفاق این مدلی بیفته. میگن فوتبالیستا که فوتبالشون تمام میشه زمینو ترک می‌کنن، مسی فوتبالش تمام شد بعد کره زمین رو ترک کنه، برگره به سیاره خودش. بسیار عالی. یه بخشو با هم ببینیم، پرونده بازی هلند آرژانتین رو باز بکنیم. فعلا سیاره جایی نمیم. یه خشونتی مسی پیدا کرده، حالا پای ندارم کارش شاید درستی نباشه، با فن خال بخواد بره درگیر بشه یا مدام با آقای داور صحبت بکنه. مطولاتم چون رفیقش بود خیلی هواشو تازه داشت، خیلی داشت میگه اون تو لالیگا بالاخره میشناسیم چش حق آب و گل داریم اینجا. آره حق آب و گل داشته مطولات، خیلی هواشو داشت. میخوام بگم که این چیزیه که شاید الان مسی رو نزدیکتر کرده به مارادونا، این حس فرمانده بودن، چیزی که از لیونل مسی نمیدیدیم. اگه دعوا درگیری هم سمت زمین بود اصلا دخالت نمیکرد، یه ذره نزدیکتر شده فضاش به فضا. یه کارهای متفاوتی هم کرده، مثلا لیونل مسی تونسته خب کوپا امریکا رو فتح بکنه، اونجا درباره امیلانو مارتینز خیلی صحبت کرده بود. اینجا زمانی که در ضربات پنالتی تیم ملی آرژانتین تونست موفق زمین بیرون بیاد، در حالی که همه رفتن سمت مثلا پنالتی زن لاتارو مارتینز اینا، مسی اولین کسی بود که رفت سمت امیلانو مارتینز و سمت دروازه‌بان رفت که دو پنالتی اول هلندی رو گرفته بود و از او تشکر کرده که مطمئنه که با درخشش او تیم ملی آرژانتین مثل راهی محلی نیمه نهایی جام 2022 بشه. بله، شاید بعد از اون گویگوچای سال 90 که جای پومپیدو فکر کنم اومد تو زمین. بله. معروف شد بعد از کارلوس روای عجیب و غریب که آدم عجیب و غریبی هم بود اساساً تو جام 98 که گلر مطمئن رو آرژانتین تجربه نکرد و همیشه هرس خورد، ولی این بار دستای مطمئنی داره گلر آرژانتین، کمکشون کرد برای رسیدن به 4 تا و شاید بشه پلی برای رسیدن به فینال. همینطوره، تنها افتخار که مسی میخواد قهرمانی جهانه. همیشه با مارادونا مقایسهش میکنن، میگن که مسی قهرمان جهان نشده، مارادونا شده. چی می‌خواستی بگی؟ پاس داده بودی. خب شبتون بخیر باشه، ساعت 15 دقیقه بامداد هست که همراه شما هستیم. امیلینو مارتینز رو درباره اش صحبت کردیم. آرسنال خیلی راحت از دستش داد، اما یه رمزدیل جوون و درجه یک آماده رو داره که الان گذاشتهش فیکس، داره آرتتا بازی میکنه. رمزدیل که دروازه‌بان ذخیره آقای پیکفورد هم هست در تیم ملی فوتبال انگلیس، و خیلی ها حتی پیش بینی کردن که شاید جای جردن پیکفورد رمزدیل برای تیم ملی فوتبال انگلستان بازی کنه. انقدر عملکردش در قاطع لیگ برتر خوب بود، اما این اتفاق نیفتاد. پیکفورد برای انگلیس بازی کرد و امیلانو مارتینز با درخشش در لیگ برتر جزیره برای آرژانتین فیکس شد. بله، توی فضای بازی هلند آرژانتین می‌خوام بمونیم. مشتاق تو زنده گفت اسکا، یه جوری تو گوشم گفت اسکای تامین شده، انگار خودش 30 تا اسکای تامین شده زده. اینجوری، یعنی خیلی کار راحتی، ولی واقعا سخت بود. شما فکر کن ثانیه آخر بازی آرژانتین و هلند یه اسکای برات گرفته، داور کلی دعوا شده قبلش و اینا میان توپو می‌کارن پشت مهاجم جریمه، مستقیم نمی‌زنن. کار خیلی ریسکی بود. قبلا رو مستقیم زدن، برخویس اومد قبلا رو مستقیم زد توپ اونجوری که باید شاید نبود، دیواره دفاعی خود با پای چپش محکم زد، ولی دومی رو در حالی که همه فکر کردن شاید درست عبدعلی میخوان اونها به سمت چارچوب یه تیکی بزنن، یه کار تمرین شده انجام دادن و مک آلیستری که دراز کشته بود فقط همون دراز کش صحنه گل داشت تماشا میکرد. بعد توپو دادن تو بدن بازیکنی که میتونست بچرخه دیگه، لحاظ قوای بدنی بهتر از بقیه بود. حالا دو تا نگرش به بازی آرژانتین و هلند وجود داشت. بعضیا مثل حتی خود لیونل مسی انتقاد کردن از
لوئیس فان خال و گفته شما که این همه سال میگه من سبک دارم، شیوه دارم، مربیم و اینها، این سیستمی که دو تا بازیکن بالای یک نود بفرستی و از عقب زمین هی توپ بلند بکشی، آره این فوتبال بازی کردن نیست. بعضی هم گفتن چاره ای نیست، وقتی بازی به دقایق پایانی کشته میشه از اون نظم همیشگی خارج میشه، طبیعی که شما به این بره. شما وقتی جلوی تیم مثل آرژانتین که به نظر میسه روی ضربات سر روی ارسال بلند ضعف داره، میتونی از این حربه استفاده کنی و استفاده کنی. حتی اوتامندی که توی هوا خیلی بیرحمه، یه ذره پاشناشیل هم هست، روی توپای هوایی خیلی همچین مدافع خوب و جوندار و محکم نیست. شاید که از ضرری که اصلا تو تیم فوتبال من سیتی هم نتونست دیدبون بیاره همین بود. اونا میخواد یه نفر مثل روبن دیاس بیاد یا جان استونز که روی هوا بیرحم باشه و سر اول رو همیشه بزنه. اما اوتامندی اینطوری خیلی نبوده. الان مارتینز منچستر یونایتد دارن که با 1.74 داره دفاع وسط بازی میکنه. خیلی از کارشناسای انگلیس گفتن اصلا با این قد و قامت شما نمیتونید تو انگلیس دفاع میانی بازی کنی. حالا فراموش بکنیم مثلا ایوان کوردوبا اینتر رو که با اون قد و قامت دفاع وسط بود، پرشای فوق العاده ای داشت. مطمئن باشید که این شیوه، این سیستمی که تیم‌ها جلوی آرژانتین بازی می‌کنن، بازی بعدی هم خواهید دید. یعنی عقب بیافتن میرن سراغ ارسالای بلند و ضربات سر. همینطوره. بریم درباره ایسکای تمرین شده کمی تصاویر قشنگ با هم ببینیم و برگردیم با حسین. ادامه برای تماشا خاطر نکته هست؟ نه، بریم همین ایسکای تمرین شده که بچه‌ها خیلی مشتاق تمرین کرده بودن. بفرمایید باشید. شبتون بخیر. معرفی درباره لوئیس فان خال صحبت کرد. ما همون سر بازی آرژانتین و هلند درباره لوئیس فان خال گفتیم از ویژگی‌هایی که داره و نه فقط مربیه که همه گفتن که آقا اون توتال فوتبال هلند یوان کرایف رو داره در تیم ملی هلند اجرا میکنه، تو بارسلون همینطور، ولی یه چهره‌ای بوده که تونسته کلی از بازیکن‌های نامآشنای فوتبال دنیا رو هم به عنوان مربی حتی تربیت بکنه. و اسم آوردیم از برادران دیبور، اسم آوردیم از فیلیپ کوکو، اسم آوردیم از پپ گواردیولا، اسم آوردیم و حتی ژوزه مورینیوی که گفتن آقا ایشون مثلا با رابسون کار می‌کرده به عنوان مترجم کار می‌کرده، گفت نه به عنوان دستیار سوم میتونه به تو بارسلون ما کمک کنه و واقعا هم کمک کرد و آقای خاص فوتبال دنیا شد. دقیقاً. خب یه مربی صاحب سر تو تیم‌های مختلف باشگاهی دیدیش، در تیم ملی هلند آمارش فوق‌العاده است. از همین 2021 تو تاریخ رقابت جام جهانی هم نگاه بکنی آمار خوبی داره. خب این هلند دیگه اون هلند پرستاره نیست که پر از بازیکن فوق‌العاده تو خط هافک باشه و سیدورف و داویدز داشته باشه و دنیس بیرکمپ و کوپاچ کرایورت داشته باشه و نمی‌دونم بدین فندرسور تو گورش باشه و برادران دیبوئر و رایزیگر و کلی بودین زندر و ماکوور مارس و خیلی های دیگر داشته باشه. نه، این وکهورس داره که داره به شیکتاش بازی میکنه، با توپو بدی تو بدنش بچرخه، یعنی فقط به وای چمسایی با میدادی که اینطوری بچرخه بزنه یا به هریکین که درجه یک بی‌نظیر. بله آقای، اصلا بی‌نظیر آقای میچرخید در هر شرایطی. آقای اصلا براش مهم نبود که حریف کیه، کجای زمینه، میچرخید و فقط بدونه که بخواد نگاه کنه چارچوبو تموم میکرد. تمام. خواستم اینو بگم، نکته این بود که این فن خال اعتمادی که دوباره بهش شد با 71 سال سن، میدونید یه دوره بیماری رام پشت سر نمیتونم بگم گذاشت، درگیر بود و هست با یک دوره بیماری، الان خب شرایطش خیلی بهتره. آمارش آمار بسیار خوبیه. صحبت کرده بود که این نسل قطعا بهترین نسل تاریخ فوتبال هلند نیست، شاید تو ستا هم نباشه. و راجع پنالتی هم گفت ما یک سال با بازیکن‌ها پنالتی ترمیم کردیم. حتی من صحبت کردم با مربیاشون با خود بازیکن‌ها که ترجیحاً پنالتی‌های باشگاهی رو شما بزنید تو مسابقات باشگاهتون که پنالتی پیش میاد، بازیکنان که تیم ملی هستن پنالتی‌ها رو بزنن، ولی بازم اسیر شدن و توی ضربات پنالتی بعضن بازی رو واگذار کردن. باز قابل دفاع، کارنامه که آقای فن خال به جا گذاشت کارنامه قابل دفاع. درسته، فن خال به عنوان مسن‌ترین مربی حاضر در جام جهانی قطر 2022 پروندهش بسته شد. دیگه از رونالد کومان به عنوان مربی بعدی تیم ملی فوتبال هلند داره یاد میشه و لوئیس فان خال دیگه رسما از تیم ملی فوتبال هلند جدا شده. یه 5 تا صحنه‌های جذاب و شاید بامزه فان خال رو با هم ببینیم که میتونه در نخوشم جلب توجه بشه. شاید باورمون نشه که فان خال این کارا رو کرده. همین خواستم بگم، اصلا به قیافش نمیاد که ممکنه اینقدر آدم بامزه باشه، ولی کنفرانس‌هاش هم بعضی شوخی‌هاش هم دیگه خیلی شوخی بلندیه. آره خیلی زیاد از حده به نظر من، ولی خب بعضی وقت این کارا رو ببینیم. ما هم تصاویرشو لوئیس فان خال بودا خوردهش اصلا. یه بارم تونی اولیویره کاری آره به خدا می‌خواستم یک بخاطر یاد مربی آیه تراکتور اولیویره یادتون هست، همینجوری در بخط چقدر بامزه و خیلی پر انرژی و پرشور و دمشون گرم تماشاگرای تراکتور هم همراهیشون می‌کردن، یعنی اون انرژی رو می‌گرفتن منتقل می‌کردن و خیلی درجه یک. دو تا کنفرانس جالب هم داشت آیه فن خال که حالا یکیشو فکر کنم با دان فرایز رو پخش کردیم با دپای دیگه واقعا نمی‌شد. آره خود هلندی‌ها با زحمت بقیه کاراش کار اداریشو بکشن و بهش نمیاد واقعا با 71 سال سن. شاید حالا دیگه دوران بعدی دوران کومان جدی‌تر باشه برای تیم ملی فوتبال هلند. انتخاب عجیبیه. شما نگاه می‌کنید که کومان خب
حالا پروندهش تو بارسلون پرونده اصلا خوبی نبوده، آمارش در بارسلون اصلا آمار خوبی نبوده، اما میان اعتماد میکنن و رونالد کومان رو به عنوان نیمکت نفر اول نیمکت تیم ملی هلند انتخاب میکنن تا بیاد و شاید یه نسل جدیدی از فوتبال هلند رو که از فن خال گرفته بتونه به نسل طلایی تبدیل بکنه، که کار بسیار سختی رو خواهد داشت. هلند بعد از گولیت و فان باستن رایکارد دیگه انگار هلند جذابی نشد، ولی نمیشه از دنیس برکمپ و اوورمارس و برادران دیبوئر و رفاقی که شما گفتی فندرسون اینا به راحتی گذشت. و یه نسل دیگه شون که با وسلی اسنایدر و آریان روبن و اینها و روبن فن پرسی فینال جام جهانی رفتن. رفتن اون تک به تک و اگه آریان روبن به کاسیاس زده بود اتفاق اینیستا نمیافتاد و شاید الان از نسل طلایی هلند به جای نسل طلایی اسپانیا داشتیم صحبت کردیم. بسیار خوب، یه گزارش دیگه از احسان خراسانی عزیز ببینیم که در دوحه قطر بهشام خسته نباشیم، همه همکاران هم همینطور. برگردیم یه بخش خبر جام رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 12:30 بامدادی که همراه شما هستیم و اینم از پرونده جذابی که برای اون داستان‌های تکنولوژی فعال در ورزشگاه‌ها احسان عزیز دقیق کرده بود و تقدیم شما شد. خیلی جذاب بود، همه آمار و اطلاعات و هر چیزی که می‌خواستین رو در حد کارشناس حرفه‌ای به شما میداد دیگه. بله دیگه، شما هیچی کم نداری وقتی توی استادیوم هستی، میتونی با جزئیات بازی رو کارشناسانه نگاه بکنی. اینم از شرایطی بود که قطری‌ها فراهم کردن برای تماشاگرها و ویژه بود نسبت به دوره گذشته. این نکته راجبون گل بازیکن مراکش النصیری بگم خدمتتون که اون گلی که ما راجب صحبت کردیم و مرز گفت پرشش در مقایسه با پرش رونالدو بیشتر بوده، رونالدوی یوونتوس جلو سنتوریا، ولی رکورد 293 همون رکوردیه که دست رونالدو و بازی لیگ قهرمانان که رو سر پاتریس اورا گلمشو میزنه، اون اصلا داستانش فرمانه این چون مقایسه شده بود با اون دو تا رو مقایسه کردن دیگه که شما گفتید. دقیقاً، ولی رونالدو همون 293 است. قیچی بوفون شده که خودش داستانی رو داشت. بالا سر دفاع اومد قیچی زده بوفون تو لیگ قهرمانان، ولی همونجوری که مارسن عزیزم گفتش همون داستان سرش به سامتوریا بودش. دقیقاً. اما بریم راجع به انگلیس هم صحبت بکنیم که تیم شایسته این دور از مسابقات جان لوکا زامبروتا هم که امشب همراه ویژه برنامه شبکه 3 بود صحبت کرد راجع به بد شانسی این تیم، به خصوص توی اصلا ضربات پنالتی هم این تیم بد شانس. حالا چه پنالتی آخر بازی چه این تک پنالتی هر کی. اصلا از قدیم هم یاد باشه همیشه میگن که آقا انگلیس بازیش پنالتی بکشه کارش تمومه. یعنی از 96 که خودشون میزبان یورو هم بودن، ما یادمون هستش همون داستانی که افتاد و خود گرت ساوتی که استاد خراب کردن پنالتی بودش، همه کاسکوزا سر کسانی میشکست که پنالتی خراب میکردن تا تیم ملی انگلیس نتونه راهی مرحله بالاتر یا حتی موفق به فتح یک جام یک تورنمنت بشه. بله، ولی حالا یه نکته شاید جالب باشه بگم، نظرات زیر پستای هری کین رو امروز آنالیز کرده بودن، خیلی خیلی امیدوارانه بوده، یعنی خبری از توهین و دشنام و اینا نبوده بهش، و اینکه خیلی گفتن که یه بچانسی آوردی تو این تورنمنت عالی بودی، قوی تر برمیگردیم با تیم ملی فوتبال انگلستان، و ستایش کرده بودن از کاپیتانشون که این بازی اتفاقا عالی بازی کرد. حتی بازیکنای بازنشسته و بزرگ تیم ملی انگلیس گذاشتن اومدن و پست گذاشتن و ازش خواستن که خودش رو به اصطلاح حفظ بکنه، صبور باشه، گفتن که ما به تو احترام میذاریم، تو همچنان ستاره ما خواهی بود. این کمکیه که میتونن رسانه ها، میتونن طرفدارا و میتونن پیشکسوتای اون رشته بکنن به بازیکنی که فعال هست در تیم ملیشون و تلاش کرده، زحمت کشیده و قراره که این زحمت رو ادامه بده. بریم یه ترکیب جالبی ببینیم از بد شانسی انگلیسیا در این سالها توی ضربات پنالتی. سه گله بشه و نشد. آقای هری کین خیلی هم سخت بود مقابل هوگو لوریس بخواد پنالتی رو گل بزنه که در تاتنهام با هم دیگه بودن، اما کورس به اصطلاح آقای گلی این گونه است فعلا. کیلیان امباپه 5 تا گل زده. بله، بازیکنایی هم هستن که در جام باقی موندن و میتونن به تعداد گلاشون اضافه بکنن. لیونل مسی، اولیویه ژیرو با 4 گل، یعنی دو تا بازیکن از فرانسه 9 تا گل برای تیم زدن. و مسی که بعد 4 گله آرژانتینی هاست که حالا با هم دیگه باید رقابت بکنن بر سر تصاحب به اصطلاح عنوان آقای گلی مسابقات جام جهانی. یادمون هست که چه چهرهای جذابی در ادوار گذشته جام جهانی بودن که آقای گل شدن، مثل میروسلاو کلوزه، مثل رونالدو برزیلی. سال گذشته خود هری کین آقای گل مسابقات جام جهانی شد با 6 تا گل، فکر می‌کنم عنوان آقای گلی رو به دست آوردش، ولی خب الان دیگه تیم ملی انگلیس از گردونه رقابت رفت کنار و هری کین هم فقط تونست 2 گل در این مسابقات به ثمر برسونه. بله، این بخش هم که دیدیم ما هم یه خیلی جالب و جذاب بود، این ترکیب شدن گرت ساوتگیت که دور 96 پنالتی خراب کرد با ساوتگیت که اومد مربی، و هری کین یه پنالتی تاثیرگذار رو از دست داد جلوی فرانسه تا انگلیس دوباره در ضربات پنالتی بعد شانس باشه. راجع به کورس آقای گلی صحبت کردیم که خیلی هم جذاب تو مرحله نیمه نهایی فینال میتونه ادامه پیدا کنه، چون بازیکن همه تو تورنمنت هستن، همچنان هستن، هم امباپه، هم ژیرو، هم مسی. یه بخش ما هم درباره همین کورس ببینیم، زود برمیگردیم و ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. شبتون بخیر باشه. رقابت جام جهانی فردا شب هم برگزار نمیشه، یعنی 2 روز استراحت بین مرحله 1/4 نهایی و نیمه نهایی هست.
برای تمام تیم ها و بعد هم که دیگه دو شب رو ما همراه شما خواهیم بود. اول ببینیم به استقبال بازی آرژانتین و کرواسی که ساعت 10:30 شب برگزار میشه و بعد دیگر بازی نیمه نهایی بین مراکش و فرانسه هم ساعت 10:30 برگزار خواهد شد. اما هفته آینده شنبه و یک شنبه دو تا بازی رده بندی و فینال ساعت 18:30 برگزار خواهد شد. یادتون باشه نیمه نهایی 10:30، رده بندی و فینال 6:30 برگزار میشه. درسته. یه نکته راجع به بازی فرانسه و انگلیس بگم، بعد بریم گزارشو ببینیم که بچه‌ها از دوحه فرستادن. ما گفتیم که رسانه انگلیسی خب میاد خیلی معمولا بی‌رحم برخورد می‌کنه وقتی یه شکستی اتفاق میفته، ولی الان یه سریاشون مثل مایکل کاکس که الان یه در واقع مقاله رو منتشر کرده، گفته که نمیشه سرزنش کرد گرت ساوتگیت به خاطر این حذف از رقابت‌های جام جهانی و پرداخته به تاکتیکی که اونا داشتن جلوی تیم ملی فوتبال انگلیس، جلوی تیم ملی فوتبال فرانسه و موقعیتایی که مثلا هری کین در تقابل با اوپامکانو تونس به دست بیاره با توجه به آنالیزی که اوپامکانو کرده بودن، ایسکایی که میتونستن بگیرن بعضی شوت‌آور نگرفت، موقعیتای گل زیادی که ایجاد کردن، مهار کردن کیلیان امباپه با فقط یک فرار از دست کایل واکر که سرعتش هم با هم مقایسه کردی دقیقاً یه بار فقط امباپه در رفت دیگه کاتبک کرد که اونم یعنی برش به عقب قرشت فارسیش عمر استفاده بکنه و نمیشه سرزنشش کرد. حالا اسم نویسندم گفتم شبیه جیدن کاکس آمریکاییه کشتیگیر، آره که کشتیگیر بردش کامران عزیز. یه دیگه هم اشاره کنیم که تیم ملی کشتی آزاد کشور هم در رقابت تیم به تیم رقابت قهرمان جهان کشتی خواهد داشت و بامداد از طریق شبکه 3 پخش میشه، براشون آرزو موفقیت میکنم. این نگاهی که الان رسانه‌های انگلیسی دارن به ساوتگیت شاید کمتر پیش میاد که بعد از شکست حمایت بکنه از سمر بیتیمش، چون ساوتگیت خب حالا در دو تورنمنت قبلی نشون داد که تیمش رو در بین 4 تیم برتر دنیا یا حتی اروپا رسونده. یعنی شما جام جهانی قبلی گرت ساوتگیت با همون تیپ و استایلی که گفتن که آه خرافاتیه، دستمال میبنده، ژیله میپوشه، کتشو نمیپوشه و حالا سعی میکنه که تیم رو به یه جورایی حفظ بکنه، هرچی بود رسون به جام چهار تیم برتر دنیا با کلی بازیکنی که خیلی جوان بودن و الان برخیشون دارن بازی میکنن. یورو هم که دیگه بهترین عملکرد گرت ساوتگیت بود و تونست با تیم جوان و خوب و یک دستی که داشتش تا پای فینال بالا بیاد، با تیم ملی ایتالیا بازی بسیار خوبی رو اونها برگزار کردن. گل اولام لوکشاو زد از ایتالیا جلو هم افتادن ولی خب بازی چرخید و ایتالیا بازی رو مساوی کرد. تو پنالتی که با هم دیدیم و ساکا که شوت وان خراب کرد، اونها جام قهرمانی اروپا رو از دست دادن و دوم شدن. برای همین عملکرد ساوتگیت بد نبود، عملکرد قابل دفاعیه بی تردید. بریم یه حواشی ببینیم از شاید با کیفیت ترین بازی جام جهانی تا به اینجا. بعدش هم بهنام متی‌زاده عزیز و محمد احمدی اون سمت استودیو خواهند بود و میز خبر رو تقدیم شما میکنن. سلام، شبتون بخیر همراهان همیشگی شبکه 3 سیما، دوستان برنامه جام 2022 با بخش اخبار و حواشی رقابت‌های جام 22 همراه شما هستیم و تو این بخش سعی میکنیم همه اتفاقات رو پوشش بدیم از نگاه روزنامه‌های ورزشی مختلف دنیا، ویدیوها و فیلم‌های مختلفی که هست، اتفاقاتی که دور و بر تیم‌ها هست و با محمدرضا احمدی عزیز چیزی رو از دست نمی‌دیم. ممنونم مهدام جان. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های عزیز و درجه‌ای که شبکه است، دوستان و همراهان جام 2022 شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به این میز خبر ما. همونطور که بهنام عزیز گفتش، درسته که فوتبالی امروز برگزار نشد اما خبر و حاشیه همچنان از جام جهانی هست. و اگر بهنام موافق باشی شروع اخبار رو با مرور چند تا تیتر از چند تا روزنامه‌های دنیا شروع کنیم. قبل از اینکه رقابت انگلیس و فرانسه دیشب شروع بشه، روزنامه‌های ورزشی مربوط به این دو کشور رقابتو شروع کردن. اول از همه روزنامه سان چاپ انگلیس یه مطلبی رو رفت و یه عکسی که رو جلد رفته بود و اشاره داشت که بچه ها بیایید توست فرانسوی رو تست کنیم و درستش کنیم، اونم در واقع اشاره و مطلکی بود به صبحونه فرانسوی و یه جوره کری خوندن برای هواداران و البته اونایی که تیم ملی فرانسه رو دوست دارن. اما نتیجه بازی جوری رقم خورد که بعد از اون روزنامه اکیپ فرانسه جواب کری رو داد و گفت که شرمنده ایم، بازی خوبی بود. تصویر که مشاهده کردید در مورد این خبر. اما در ادامه میخوام یه سری هم بزنیم به تیتر روزنامه‌های کشور پرتغال و اتفاقاتی که در مورد بازی پرتغال مراکش بهش اشاره شد رو پوشش دادن. روزنامه اوجوگوی پرتغال تیتر اصلی خودش رو البته این آرایی روزنامه اکیپه که یه تیتر دیگه هم داشت در مورد این که خرد شده، یعنی اصطلاحاً از تیم فوتبال انگلیس به عنوان یه تیم خرد شده در مقابل خودشون اشاره کردن. و بعد از اون می‌خوایم بریم سراغ روزنامه اوجوگو چاپ کشور پرتغال که با تصویری از کریستیانو رونالدو که رو زمین افتاده بود اون لحظات پایانی بازی و اشکاشو که همه دیدید، از عرش به فرش افتادن کریستیانو رونالدو رو پوشش داده
تو این تصویر و پپ هم بالا تصویر مشخص شده بود و گفته شد که بازی رو با دست شکسته به پایان رسونده پپ کاپیتان پرتغالیا تو بازی دیشب. تصویر بعدی از روزنامه رکورد هست چاپ کشور پرتغال که با تیتر درشت نوشته پایان غم انگیز برای رونالدو و یه اشاره‌ای هم کرده به فرناندو سانتوس که صحبت کرده بود اینکه برمیگردیم پرتغال، اونجا صحبت می‌کنم با رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده. ما امروز خبری اومد مبدی برای اینکه برکنار شده. یه اشاره کوتاهی هم کرد به صحبت‌های همسر رونالدو که خیلی عصبی بود از تصمیم فرناندو سانتوس و گفتش که شما هیچ وقت چهرهتون رو برای کسی که لیاقتش رو نداره نشون ندید. ادامه روزنامه ها هم رسید. روزنامه مارکا چاپ اسپانیا مراکش ستاره جام جهانی و پرش به ابدیت یه کار بزرگ و خیره کننده کردش تیم مراکش، همونطوری که ما تو بخش آنالیزمون داشتیم آقای میساقی و آقای احمدی هم گفتن تیم واقعا داره فوتبال بازی میکنه، خودش رو جاودانه کرد و شد اولین تیم آفریقایی که به نیمه نهایی جام جهانی میرسه و مارکا اسپانیا هم اینطوری بهش واکنش نشون داد. روزنامه بعدی رو اگر ببینیم و بله روزنامه اکسپرس چاپ انگلستان گفته که این آخر دنیاست و هری کین نتونست پنالتی دوم خودش رو گل کنه و تیمش رو به نیمه نهایی جام جهانی ببره و خب رویایی که توسط فرانسه برباد رفت. و روزنامه بعدی روزنامه سان باز هم چاپ انگلستان درد هری، ما بعد از اینکه پنالتی و هری کین نتونست گل کنه این واکنش رو از هری کین دیدیم که واقعا اون خشم و عصبانیت و دردی که از وجود خودش احساس میکرد و دیگه نمیدونست چطوری خالی بکنه و ما دقیقا این همین واکنش از مارکوس رشفورد هم داشتیم بعد از اون ایستگاهی که نتونست گل بکنه و این دقیقا هرسی که خوردم و نشون میداد که چقدر اونا هم حیفشون بود که این نسل طلاییشون این تیم خوبی که داشتن خیلی میلیمتری حذف بشه و خب دردی که داشتن تحمل میکردن. حالا از روزنامه ها اگر قبل بازی قبل بازی اتفاق جذاب جالب منتشر شد تو تونل ورزشگاه قبل اینکه بازیکن‌ها بیان برن به سمت زمین، امباپه اومد دستش رو دراز کرد سمت، حالا میگن کایل واکر که باش دست بده اما در واقع یه جورایی بی‌محلی کرد به امباپه که تصویرش رو بچه‌ها سعی می‌کنن که نشون بدن. تصویر خیلی جالبیه صحبت کنیم همونطور که می‌بینیم. حالا قبل از بازی هم بهنام خیلی صحبت بودش، خیلی کری می‌خوندن واسه امباپه، کایل واکر خیلی صحبت کرد، همونطور که آقای میساقی هم اشاره کردن و خدایی هم خوب بود و موفق بود جلوی اینجا هم بگم امباپه داره خیلی طبیعی جلوه میده، میگه اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده ولی خیلی وخیم‌تر از اینا بود اما تو بازی تلافی رو آوردن دقیقاً و حالشون خوب بوده اینطوری کردن دیگه. ببین اگه بعد بازی ما پر رو میدیدن چی میشه دقیقاً. و حالا در مورد بازی انگلیس هم که صحبت کردیم یه گریزی هم بزنیم به بازی پرتغال و در واقع مراکش. قطعاً خیلی از مردم مراکش تو شهرهای مختلف کشورشون حال بی‌نظیری داشتن، به عنوان اولین تیم آفریقایی رسیدن به مرحله نیمه نهایی. درسته که رباط پایتخت این کشور است اما معمولاً همه کشور مراکش رو با شهر کازابلانکا میشناسن، کشوری که مردم مسلمونی داره و تو این روزهای اتفاق جالب که افتاد اینه که خب نماینده مسلمان هست که اومده به نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی و اون اتفاق جذاب‌تر اینه که خیلی از مردمشون هم دوروبر ورزشگاه و هم تو کشور خودشون پرچم کشور فلسطین رو داشتن و میتونیم با بچه‌ها بریم یه سری بزنیم یه دقیقه ببینیم حال مردم کازابلانکا لحظات کوتاهی بعد از اینکه بازی رو بردن در مقابل پرتغال. بله دیدیم یه بخشی از خوشحالی مردم مراکش و این خوشحالی واقعا واسه تمام مسلمان‌ها بوده، شاید مثل مراکش خوشحالیشون رو اینطوری ابراز نکنن اما قطعا خوشحالی دلیه چون نماینده همه مسلمان‌هاست. و چه گلی زدن، به قول خودت گزارشی که کردی پرواز کردش اصلا فوق‌العاده، کسی باورش نمی‌شد که اینجوری گل بزنن. الله محمد حسین میساقی عزیز و محمد رضا احمدی دوست داشتنی صحبت کردن در مورد این گل و توی تصویر مشاهده می‌کنید دیگه پرواز بلند یوسف النصیری اما رکورد کماکان دست رونالدو زمانی که در مقابل منچستر با لباس رئال مادرید بازی کرد اون گل بی‌نظیر رو زد، 2 متر 93 سانت پریده بود. یوسف النصیری 2 متر 78 سانتی متر پرید که یه گل موندگار قطعاً تو جام‌های جهانی ثبت میشه. یه 20 سانت کم داشت شاینر رکورد رو میزد و جمع‌آوری ورزشگاه 974 مثل همه رویای تیمایی که توی همین ورزشگاه تموم شدن و عمرشون به پایان رسید، بالاخره همین ورزشگاه هم عمرش به پایان رسید و دیگه داره کم کم اون 974 کانتینری که تشکیل شده ازش از هم جدا میشه تا برن کجا؟ بره به کشورهایی که در حال توسعه هستن و میخوان ورزشگاه جدیدی رو
بسازن و شاید خیلی شرط مالی خوبی نداشته باشن، کمک میکنن به اونها. و نکته جالب در موردش اینه که دو تیمی که آخرین بازی توش برگزار کردن، برزیل و کره، جفتشون حذف شدن و این ورزشگاه هم جمع شد. یعنی عمر این ورزشگاه با عمر دو تا تیم و عمر رویای دو تا تیم تو جام جهانی تموم شد و خب کار قشنگی بودش که قطر کردش، اولین ورزشگاه متحرک بودش، اما خب نه برای تیمایی که توش بازی کردن و نه برای خودش پایین خوشی نداشتش. خیلی ممنونم آقای میثاقی، خیلی ممنونم آقای احمدی. آره منو ممنون. خوب شد این قابو دادن. پیدا گفتم من دادم صحیح لباسام به تو. قاعدتا باید شما با محمد رضا ست می‌شدید. آره محمد رضا احمدی با فردا شب هم آقای احمدی کلا با این ورسته چه اسمی چه لباس عزیزی شما فردا با هم ست میکنیم. متشکرم ازتون، محبت کردید. ما سعی کردیم امشب ممرزا بیننده از 2022 سعی کردیم راجع به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها صحبت بکنیم. انشالله فردا شب هم که فوتبال نیست همون ساعت 9 شب خدمت شما خواهیم رسید و راجع به بازی‌های مرحله نیمه نهایی از جهات مختلف با هم دیگه. از اینکه همراه ما بودید سه سپاسگزارم. مراقب خودتون باشین، روز خوبی داشته باشین، شب بر شما خوش. برای تیم ملی کشتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. شب شما بخیر. یا علی، خداحافظ. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر دوستان بیننده، همراهان شبکه 3، همراهان 22. امیدوارم که هر کجا هستین خوب و خوش باشین، شب بر شما خوش، ایام به کامتون باشه. رسیدیم به آخرین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت جام جهانی، بازی فرانسه و مراکش. به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام بیننده محترم شبکه 3، خوشحالم که خدمتتون هستم و قراره که دومین فینالیست رقابت جام جهانی 2022 امشب مشخص بشه بعد از رسیدن آرژانتین به فینال رقابت‌ها. امروز بین فرانسه و مراکش یه تیم به فینال میرسه تا یه یک شنبه هیجان انگیز رفتی دیگه با هم یه تجربه کنیم. همینطوره، تیم مرموز مراکش، تیم جذاب مراکش، تیم شگفت انگیز مراکش امشب در مصاف با تیم قهرمان 4 سال قبل جام جهانی بازی خودش رو برگزار بکنه. شاید کمتر کسی فکر میکرد که در زمانی که قرعه کشی مسابقات داشت برگزار میشد و انجام شده بود، از دل گروهی که کرواسی، کانادا و بلژیک حضور دارن، مراکش به عنوان تیم اول بیاد بالا تو مسیر خودش عالی کار بکنه و حالا در بین 4 تیم برتر دنیا قرار داشته باشه. بله، دیروز هم که آرژانتین اومد بالا، آرژانتینیا سالها دنبال مارادونای دوم بودن، بالاخره مسی اول رو پیدا کردن. مسی تعداد فینالاش برابر شد، حالا باید ببینیم تعداد جام‌های قهرمانیش هم برابر میشه یا نه با مارادونا. اخبار امروز خیلیاش در مورد رفتن آرژانتین به فینال بود. عکس‌العمل خیلی از هوادارهای این تیم توی قطر، توی آرژانتین، تو شهر بوانوس آیرس و فضایی که این تیم برای فینال خواهد داشت. البته که راجع به مراکش هم خیلی صحبت زیاد بود. خیلی میگن شاید این شگفتی که تا اینجا خلق کرده با رفتنش به فینال دیگه تکمیل بشه. خیلی گفتن شاید از نظر روحی روانی اونها احساس کردن که خب دیگه کافیه، راضی شدن از اینکه در بین 4 تیم برتر دنیا هستن، راضی هستن که اولین تیم آفریقایی در بین 4 تیم برتر جام جهانی هستن، راضی هستن که شاید مثلا بازیکناش تونستن کلی رکورد بزنن، قیمتاشون افزایش پیدا بکنه. رسانه‌ها به سمت تیم ملی فوتبال مراکش همشون خیز برداشتن و این مسائل شاید تهدید بکنه تیم آقای رکراگی رو برای بازی امشب در مصاف با تیم فرانسه پرآوازه و البته پرستاره که دیدی دشان گفته که خیالش از بازیکناش کاملا راحته. بله، اما اگه 1%، حالا 1% هم نشد، 50% مراکش به فینال برسه، یه اتفاق فوق العاده عجیب میفته. از 1950 تا حالا نشده که یه اروپایی پای فینال نباشه. از 1950 اتفاق افتاد و حالا در 2022 ممکنه که آرژانتین مقابل تیم ملی فوتبال مراکش قرار بگیره. اگه موافق باشید اول برنامه یه مرور بکنیم اتفاقات دیروز رو برای کسایی که حالا شاید خیلی بازی هم ندیدن، حواشی اتفاقاتشو نمیدونن، سر بزنیم به بازی آرژانتین مقابل کرواسی و بعدش برمیگردیم یه مفصل راجع به بازی امشب با هم صحبت کنیم. وقتی نگاه میکنیم به آمار و ارقام، خب فرانسه هیچ وقت با تیم ملی مراکش نباخته در 4 مسابقه قبلی فرانسه و مراکش که همگی هم بازی های دوستانه بوده. دو بار تیم ملی فوتبال فرانسه برده، دو بار بازی مساوی شده و مراکش هیچ وقت نتونسته از صد تیم فرانسه عبور بکنه و شکستش. بله، مطمئن ترین تیم جام برقیده خیلی تیم ملی فوتبال فرانسه است. یکم بیشتر راجع به صحبت بکنیم، بعد از 3 بار شکست توی مرحله نیمه نهایی تبدیل شد به 3 بار برد تو نیمه نهایی جام های مختلف. قهرمان دوره گذشته رقابت ها، قهرمان جام جهانی 1998 که جام بعدیشو خیلی میتونم بگم افتضاح پشت سر گذاشت با باخت مقابل سنگال 2002 هست تو مرحله گروهی، ولی الان همه چی فرق کرده. یه قهرمان داره تلاش میکنه تا از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه. این برای اولین بار تو
فرم جدید برگزاری رقابت جام جهانیه و این ثباته به نظر مهمترین شاخصه یک تیم فرانسه داشته. دقیقاً میتونه فقط دو تیم تونستن بیان و اون عنوان قهرمانی خودشونو بازم تکرار بکنن. تیم ملی ایتالیا بوده 1934 بعد 38 تکرار کرده بوده و برزیل 58 که 62 هم تونسته عنوان قهرمانی خودش تکرار بکنه. فرم جدید بعد ژولمه تا حالا نشد. اما هم که شما گفتی با این شرایط و با این حال و هوا و با این اتفاقاتی که الان در مسابقات جام جهانی میفته هیچ تیمی نتونسته بیاد و تکرار بکنه قهرمانی خودش رو. فرانسه 6 بار تا پای نیمه نهایی اومده و تونسته 3 بار راهی بازی فینال بشه، 2 بار قهرمان بشه، 1 بار هر فینال رو واگذار کرده. حالا می‌خوایم درباره نیمه نهایی‌ها صحبت بکنیم که فرانسه امشب با دشان، با ستاره‌هاش و البته کلی بازیکن مصدوم که به خاطر مصدومیت اصلا به جام جهانی نیومدن، میتونه واسه هم تداوم داشته باشه قهرمانیش و تکرار بکنه 2018 خودش رو. دقیقاً. حالا 2018 ممکنه خاطر خیلی از علاقمندان فوتبال باشه، ولی من خودم جام جهانی 1998 شدمه و لیلیان تورامی که اصلا گل نمیزد و همه توان گلزنیشو نگاش تو بازی مقابل کرواسی به عنوان دفاراست. جزء دفاراستایی بود که خب بیشتر ایستا بود، چون خیلی نفوذ نمی کرد، ولی 2 گل به کرواسی تو نیمه نهایی جام جهانی 98 ماندگارترین تصویر از لیلیان تورامیه که امشب روی سکواست و پسرش روی نیمکت تیم ملی فرانسه. همینطوره. یه سری بزنیم به نیمه نهایی ماندگار فرانسه، خاطره بازی کنیم و برگردیم با شما کلی از بازی امشب فرانسه و مراکش صحبت خواهیم کرد. این بخش هم راجع به بازی قدیمی تیم ملی فوتبال فرانسه با هم دیگه دیدیم که البته توش مسابقات خاطر انگیزی هم بود. تیم با تجربه فرانسه که یکی از مهرهای اصلیش همین دروازه‌بانه هوگو لوریس با 35 سال سن و رکورددار بازی ملی در تیم ملی فرانسه. همینطوره. آقای هوگو لوریس 18 بار برای تیم ملی فرانسه در جام‌های جهانی بازی کرده، تونسته 7 بار توپای رقبا رو که به سمتی زده بودن رو مهار بکنه و به عنوان سنگربم کاپیتان تیم ملی فرانسه عنوان قهرمانی جهان رو هم به دست آورده و مارسن ازم گفت رکورددار بازی در تیم ملی فوتبال فرانسه است. خیلی هم خودش دوباره خوب برگردون. اون مصدومیت عجیب و غریب در تیم تاتنهام براش وجود اومد، خیلی گفتن تموم شد هوگو لوریس دیگه از فوتبال بعد خداحافظی بکنه، اما برگشت دوباره فیکس تاتنهام شد، فیکس تیم ملی فرانسه شد و دوباره با این تیم در بین 4 تیم برتر دنیا در جام جهانی داره بازی خودش رو برگزار میکنه. بازیکن فوق العاده کم حاشیه. تو همین تورنمنت هم ما نشون دادیم تمرینات هوگو لوریس رو که داشت از مصدومیت برمیگشت، یه بازی رو استیو باندانداری 37 ساله براش بازی کرد به جای او در ترکیب تیم ملی، ولی الان برگشته نیمه نهایی میخواد بازی کنه و قطعا امیدوار به یه فینال جام جهانی دیگه است. همینطوره. به هر حال درباره هوگو لوریس و دروازه‌بان هر وقت که صحبت میشه اتفاقا گفته شد در مرحله نیمه نهایی رقابت جام جهانی این دوره هر 4 دروازه‌بان عملکردشون بسیار خوب بوده. دیشب درباره دروازه‌بان های تیم فوتبال کرواسی و آرژانتین هم صحبت کردیم، لیواکوویچ و امیلینو مارتینز، و امشب هم درباره هوگو لوریس و البته یاسین بونو باید مفصل صحبت بکنیم که تونستن عملکرد بسیار خوبی رو در این دوره جام جهانی از خودشون بر جای بگذارن. و اول از کاپیتان تیم قهرمان شروع بکنیم. بله، مطمئن کم نوسان و پرتجربه، اینا مشخصات دروازه‌بان شماره 1 فرانسه است. بدون تردید برای رسیدن موفقیت همه شرایط رو باید مهیا کنه یک سرمربی تا بتونه تیمش رو در مسابقات سنگین، سخت و دشوار در حد جام جهانی موفق از زمین مسابقه بیرون بیاره. یکی از نکات اصلی تیم ملی فوتبال فرانسه که همه کارشناسا درباره صحبت میکنن فیزیک و قدرت بدنی بسیار خوبی است که تیم ملی فرانسه تونسته برای خودش داشته باشه و بازیکنی حتی پا به سن گذاشته مثل الیور ژیرو عملکردشون در این جام با 4 گل که فعلا به ثمر رسوندن بی‌نظیر و قابل تحسین بوده. ببینیم حال و هوای تمرینی و بدنسازی تیم ملی فرانسه و البته دشان چگونه پیش رفته. مربی که آمارش فوق‌العاده است، هم در تیم ملی هم تیم‌های مختلف باشگاهی، با 54 سال سن 17 بار تو جام جهانی روی نیمکت نشسته، 13 تاشو برده، 2 تا مساوی و 2 تا باخت فقط برای دیدیه دشان که به عنوان بازیکنم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و قهرمان رقابت جام جهانی هم شد. کنفرانس خبرش هم میتونیم بریم با هم دیگه ببینیم. کنفرانس خبری که پر از روحیه است. بله. پر از اطمینان، مشخصه که این تیم میدونه که میتونه ببره. همون اتفاقی که تو جام قبلی براشون افتاد. شاید سوالا بیشتر راجع به ترکیب تیم بود و دو تا بازیکنی که آنفلانزا گرفتن. بله، مریض شدن. یعنی اوپامکانو در مرکز خط دفاع و آدریان رابیو یه سری علائم داشتن مثل سوزش گلو و چیزای دیگه، واسه تا این بازی رو این دو نفر از اول آغاز نکنه. بریم کنفرانس شو ببینیم که این بازی میخواد برگزار بشه. اما چیزی که درباره دیدی دشان شاید تیتر خیلی از رسانه‌ها بود این بود: نبوغ در سادگی و افتخار یک ملت. چرا که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی به اون چیزی که شاید شایسته خودش و میگفت مردم فرانسه است من تونستم برسم. دقیقاً. هر جا رفته دیدی دشان تاثیرگذار بوده، از رسوندن موناکو به فینال رقابت لیگ قهرمانان گرفته تا برگردوندن یوونتوس به سطح اول فوتبال ایتالیا، تا قهرمان کردن نمیدونم مارسی اونجا موفق بودن، تا حضورش در تیم ملی. 21 سال مربیگری برای مردی که قهرمانی‌های متعددی داره ولی به اندازه‌ای که باید تجلیل نشده ازش، به اندازه‌ای که شاید
حقش بوده. حالا این اتفاق رو همیشه با مرزا صحبت کردم راجبش، نمیدونم شاید رسانه‌ها اونقدی که باید بهش نپرداختن، شاید خودش آدم جزایی برای رسانه‌ها نبوده، ولی آمارش بی‌نظیره. همینطوره، مثلا اینکه نیک رای توی اسکای اسپورت میاد و تیت میزنه که یه قهرمان بدون خودنمایی میشه، بدون خودنمایی هم خیلی کارهای بزرگ رو انجام داد به عنوان سرمربی یه تیم بزرگ که خود شما سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه هستی. وقتی جام جهانی قبلی رو مقایسه می‌کنیم با عملکرد دشان در این دوره از مسابقات جام جهانی، نکته‌ای که درباره تیم دشان، ترکیبش، بازیکن‌ها تو مرحله گروهی تو مرحله حذف وجود داره، انعطاف‌پذیری تیم دشان هستش. شما وقتی که می‌بینی که تو یک مسابقه یه دفعه انکولو کانته رو نداری، توی تورنمنت پول پول بار از دست میدی. خیلی متشکرم، از نزدیکترین شرایط ممکن همراه شدی با تیم ملی فوتبال فرانسه. حالا بریم یه بخش رو ببینیم از دیدی دشام، مردی که گفتم تو این 21 سال مربیگری شاهکارهای فوق‌العاده‌ای داشته ولی به اندازه موفقیتش تحسین نشد. خب شبتون بخیر باشه. ساعت 21:34 رسیدم از بخش مربوط به دیدی دشام و فرانسه. دشام یه مطلبی درباره دشام می‌خوندن که آقای سایمون کوپر لقب دونده دوی استقامت رو داده بودش مثلا به دشام و گفته بودش که خیلی ساده است، خیلی آرومه، خیلی منعطفه و مثل دونده‌های استقامت تا لحظه آخر نامی نیست و کار خودش رو می‌کنه. به کسی هم کاری نداره. واقعا تا خط پایان. شاید هم رمز موفقیتش همین بوده. راجع به دشام این چند وقت صحبت کردیم با کارشناس‌های مختلفی که در ویژه برنامه جام جهانی 2022 از شبکه 3 حضور پیدا کردن. تو برنامه ما باشون ارتباط گرفتیم، باشون صحبت کردیم و گپ زدیم. خیلی از مباحث برمیگشت به تیم ملی فوتبال فرانسه که همه‌شون یکی از شانس‌های کس به عنوان قهرمانی می‌دونستن فرانسه رو. می‌تونیم تو این بخش بریم نظرات بعضی از کارشناسا رو ببینیم، چون که از اول همه گفتن که شاید تیمی کامل باشه، اگه تیمی بیاد و بتونه از همه پست‌ها در رقابت جام جهانی به خوبی استفاده کنه، همین تیم ملی فرانسه است. کارشناسیم هم درباره‌اش صحبت کردن. کامل دیگه فرانسه. بله بله بفهم. بفهم خواهش می‌کنم. دانتی بپرسم شاید الان طرفدارای فوتبال اسمی دوست داشته باشن که فینال این جام جهانی بشه، فینال مثلا فرانسه آرژانتین. ارزیابی شما از تیم ملی فرانسه چیه به عنوان مدافع مون قهرمانی؟ من فکر میکنم که فرانسه تیم ملی فوق‌العاده‌ای داره، کاملترین تیم ملی هست، چون خیلی خیلی محکمه در دفاع، در مرکز زمین خیلی خوب بازی میکنه و در حمله هم بازیکن‌هایی داره که تعادل رو به هم میزنن مثل امباپه. به نظر من فرانسه تیمیه که خیلی امکانات بیشتر و احتمالات بیشتری داره که به فینال برسه، چون بازیکنهای بسیار فوق‌العاده‌ای داره، همون یازدهایی که میرن تو زمین و هم روی تو بازیکنهای نیمکت نشین فوق‌العاده. در پای فینال کی میشه بین فرانسه و آلمان؟ فرانسه به نظر میاد. دوباره بازی تصفیه سال گذشته، دوره گذشته گذاشت. انگلیس و فرانسه؟ انگلیس فرانسه؟ انگلترا کنترا فرانسیا. فرانسه. میگن فرانسه. انگلیس فرانسه؟ تو شما فرانسه رو دوست داشتی. انگلیس فرانسه. Yeah, بله من فرانسه رو انتخاب. بهترین بازیکن تا به اینجا جام از نظر شما کی بوده قربان؟ قطعا اگه باید از فرانسه یکی رو انتخاب کنم شیرو و امباپه. به نظر من دوتا بازی کنیم که فوق‌العاده تا اینجا کار کردن. کیلیان امباپه به نظرم بازی خیلی خوبی انجام داد و من فکر میکنم که باعث خوشحالیه که توی زمین ما بازیکنان خوبی رو داشتیم که خوش درخشیدن و در کنار امباپه خیلی کمک کردن به گرفتن نتیجه. واقعیت اینه که فرانسه تیمیه که باید خیلی بهش احترام گذاشت، چون خیلی وقته که با همین مربی دارن کار میکنن، با همین ایده بازی کار میکنن و مطمئنن یه فینال با فرانسه یه فینال خیلی خیلی سخت خواهد بود. قهرمان میشه بازم فرانسه؟ 98 98 من فکر میکنم اینطوره.
فرانسه قهرمان. ما کلی بخش متنوع با تقدیم شما بکنیم، زمان اونم خیلی کم هستش. این عکس فکر کنم گویای همه چیز هست، داستان اشرف حکیمی و امباپه رو همه میدونن، دو تا رفیق درجه یک در پاریس سن ژرمن که دو رقیب در بازی امشب مراکش و فرانسه خواهند بود. اگر نکته‌ای داری که تکمیل کن. گفته بودن که باید از نسخه انگلیسی استفاده بکنه تیم مراکش اگه می‌خواد امباپه رو مهار کنه، همون کاری که کایل واکر کرد امروز اشرف حکیمی انجام بده. ببینیم میتونه مقابل رفیق قدیمیش این کارو کنه یا نه. همینطوره. تیتر اکیپم این بود، برادران ناتنی. شبتون بخیر باشه. ساعت 21:41 دقیقه، زمانمون بسیار کم هستش. شما که همراه ما هستید بازی فرانسه و مراکش رو پیش بینی بکنید، تلفن همراهتون رو بردارین، 3780 3320 مربع رو بگیرید، چه اندروید چه آی او اس فرقی نمی‌کنه. اگر داریدش حتما به روز رسانی بکنید. چرا؟ چون قراره که ما روز فینال به جایزه 5 میلیون تومانی رو ان شاءالله بین کسانی که همراه ما هستن پیش بینیش رو انجام بدین. پس زمان رو از دست ندید. بله، ترکیب متفاوت مراکش امشب مقابل فرانسه قرار خواهد گرفت که با 3 دفاع احتمالاً کارشون انجام میدن و همین اشرف حکیمی کلید به عنوان پیستونه راست بازی خواهد کرد. مزروی هم برگشته به ترکیب. آره، مزروی برگشته. در ساختار دفاعی 5-4-1 میشن، در ساختار هجومی با 3 دفاع و 5 بازیکن در خط میانی پرتداد. اینم مثلا دروازه تیم فوتبال فرانسه. بسیار عالی، خیلی سریع ترکیب فرانسه خدمت رو عرض می‌کنم که با هوگو لوریس در دروازه، کوناته جای اوپامکانو رو گرفته، در کنار واران، کنده و هرناندز در خط دفاع هستن، شوامی و فوفانا، فوفانا جای ادریان رابیو بازی می‌کنه، 4 تا جلو همونن، امباپه، گریزمان، دمبله، ژیرو. همینطوره. ببین ترکیب تیم فوتبال مراکش هم خیلی سریع ببینید که مراکش هم تغییر داشته و مزروی به ترکیب اصلی تیم فوتبال مراکش برگشته. ترکیب مراکش اگه بتونیم با هم ببینیم، میگم که یاسین بونو مثل همیشه واسم توی گل قرار گرفته، سوازخون خط دفاعیشون یامق، آگرد و سایس هستن و در بال چپ و راست هم مزروی و اشرف حکیمی بهشون کمک خواهند کرد و 5-4-1 به جایی بازی میکنن. حکیم زیش، اوناهی و آمرابات همراه با بوفال و انسیری هم دیگر نفراتی خواهند بود که امشب بازی میکنن. آملاه که عملکردش بی‌نظیر به تیم فوتبال مراکش بوده، امشب روی نیمکت قرار داره. ببینیم این تغییر ترکیب از رگراگی که یه ریسک بزرگ هم میتونسته باشه. 3 تا دفاع وسط الان بازی داره، یامق که عالی بود بازی قبل، آگرد به علت مصونیت بازی قبلی نبود، رومن سایس هم دقیقه 60 57 آره. تعویض شد رفت. زمان نداریم بریم خدمت دوستان هم در پخش شبکه 3، بعدش هم اخبار شبانگاهی، ان شاءالله بعد خبر خدمتتون خواهیم بود و مفصل راجع به نیمه نهایی فرانسه و مراکش صحبت کنیم. بفرمایید، پیش می‌کنم. چه ساعت 23:53 دقیقه است، ما همراه شما هستیم. آرژانتینی که 86 موفق شد آخرین بار با درخشش مارادونا قهرمان بشه، مردمش و طرفداراش امیدوارن که بتونه 2022 با درخشش لیونل مسی عنوان قهرمانی جهان رو از آن خودش بکنه، ولی مسیر سختیه. اونها باید از اول کرواسی بگذرن و شاید در مسابقه فینال از صد فرانسه مدافع عنوان قهرمانی باید عبور بکنه. بله، کس کامل ترین تیم های زانتی هم به نکته اشاره کرد. مارادونا رو یه تصویرش اول دیدیم مهم تو استادیو جام جهانی گذشته 4 سال پیش سر بازی آرژانتین و فرانسه. خب مارادونا تو استادیوم بود، دو تا سکو بالاتر از ما داشت تیمو تشویق می‌کرد و شاید باورتون نشه خیلی از تماشاگرها به جای اینکه بازی رو نگاه کنن چرخیده بودن مارادونا رو نگاه می‌کردن. همون بازی بود که ریاکشنای پاسشون میداد، که قشنگ آره دیگه، آره حرکات حالش بد شد، موزون و اینا انجام میداد دیگه، خیلی هیجان زده بود که گل که زیادی قضا اینا نگاه خورد، اصلا گل که بعد پاورد زد بهشون یه حالت ناراحتی گرفت، ولی خیلی جالب بود که تماشاگر بعدش بازی ول کردن مارادونا رو نگاه می‌کردن. خیلی چهره جذابیه برای علاقمندان فوتبال. یه تصویر از فرانسه بچه‌ها اینجا به ما دادن، به عقیده خیلی از کارشناسای ما کامل‌ترین تیم جام، و این عجیبه که یه تیم می‌خواد از عنوان قهرمانی خودش دفاع بکنه تو فرمت جدید رقابت‌های جام جهانی بعد از اون داستان ژولیمه. هیچ‌وقت همچین اتفاقی نیفتاده و خیلی از تیم‌ها حتی سال‌های بدی رو تجربه کردن بعد از قهرمانیشون، ولی فرانسه با این مسیر تیم فوق‌العاده‌ای نشون داده. دقیقاً می‌تونه مسیر رو همگی ببینیم که اونها با برد 4-1 مقابل نماینده آسیا استرالیا کارو شروع کردن، 2-1 دانمارک رو شکست دادن، با یک گل بازی آخر کسی باورش نمی‌شد که تیم ملی تونس باختن، تیم دوم موقعیتشان گذاشته بود، ولی به هر حال تونستن از مرحله گروهی بیان بالا. تو مرحله 1/8 3-1 تیم فوتبال لهستان رو از پیشروی برداشتن، 2-1 در یک بازی بسیار جذاب تو 1/4 انگلستان رو بردن و در نهایت تو نیمه نهایی در مصاف تیم شگفت انگیز و جذاب مراکش بازی خودشون رو برگزار بکنن. بله، اونا تا اینجا قوی ترین و سریع ترین بودن و باید ببینیم که بالاترین هم میشن یا نه. یه بخش دوباره میخوایم فرانسه ببینیم، با هم ببینیم، تماشا کنیم. استاده بودم بفرمایید. ما دوباره برگشتیم، تقریبا 20 ثانیه دیگه ساعت میشه 12 و نیم ساعت دیگه میخوایم پر انرژی با دوستان باشیم. انشالله. از تیمی داریم صحبت میکنیم که گفتن آقای زانتی
کامل ترین شاید تیم جام هستش. خودت هم گفتی که همه کارشناسای دیگه هم گفتن که فرانسه همه چیز برای قهرمانی داره و تو فرمات جدید برگزاری جام جهانی میتونه شاید حتی تکرار بکنه عنوان قهرمانی 4 سال پیش خودش رو. اما تو این دور از مسابقات فرانسوی‌ها خیلی از رکورد‌ها رو هم درستن برای خودشون دوباره بازیکن‌های جدیدشون به نام خودشون ثبت بکنن، مثلا مثل هوگو لوریس که توی دروازه کار می‌کنه و عملکرد خیلی کننده‌اش منجر به این شد که الان رکورددار بازی در تیم ملی فوتبال کشورش فرانسه هم باشه. بله به بهانه‌ای مختلف عکس برامون میندازه. امیر حسین جان بله متشکرم ازت که 10 ثانیه منو ببینی. آره الان اوگولوریس هم حالا با هم دیگه ببینیم. ولی به بهانه‌های مختلف جالب که در اردوی تیم ملی فوتبال فرانسه جشن برپا می‌کنن بعد از اینکه اولیویه ژیرو رکورددار گلزنی در تاریخ فوتبال فرانسه شد و رکورد همه مهاجمای بزرگ تاریخ فرانسه را زد. این مرد یعنی اوگولوریس هم تونست بگذره از رکورد لیلیان تورام، رکورددار تعداد بازی در تیم ملی فوتبال فرانسه بشه و یه رکورد دیگه هم برای آنتوان گریزمنه. آنتوان گریزمن بیشترین خلق موقعیت گل رو تو این تورنمنت داشته و بیشترین تعداد پاس گل در تاریخ فوتبال فرانسه را به نام خودش ثبت کرد. اشتباه کردم، من مطمئن نیستم 17 فکر کنم 17 به 16 با لیونل مسی. آره همین چیزای 17 تا فکر کنم خلق موقعیت داشته. اولیویه ژیرو هم تونست عنوان به اصطلاح بهترین گلزن تاریخ کشور فرانسه رو از آن خودش بکنه، تونستش 53 گل تا به اینجا کار کشورش فرانسه بزنه. و خود دشان هم بنده خدا که این همه ما ازش شنیدیم که همه گفتن آقا قطعا بعدن زیدانه، قطعا بعدی زیدانه، قطعا مربی بعدی زیدان خواهد شد، دیده دشان هم با 137 بار نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال فرانسه و البته کسب 88 پیروزی رکورددار حضور روی نیمکت به عنوان سرمربی تیم ملی کشورش به حساب میاد. بله یه آماری از گلوریس داریم میبینیم با هم دیگه و بریم یه بخشی هم ببینیم. گفتم به هر بهانه‌ای سعی می‌کنیم سر بزنیم به اردوی تیم ملی فوتبال فرانسه و باشون بیشتر باشیم. فضای رسانه‌ایشون هم اجازه رو میده. بریم این بار تقدیر از آنتوان گریزمن و هوگولوریس. همینطوره مرد 35 ساله کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه. آره 26 سالش نبود. آره من همین تا دیدم 26 رو گفتم که امکان نداره 26 فقط آره. 16 ساله داره. بچه‌ها گفتن که مثلا 26 سال 25 سالا میپره طفل 26 سالا میپره جایش آره. داره. آره گفتن خوب مونده زدن 26 ولی 143 تا بازی ملی خب طبیعتاً برای یک آدم 35 سالشه. بریم به اردوی فرانسه. خیلی تیم خوبیه، خیلی تیم رسانه‌ای خوبی داره و فضای بین مربی و مدیر و بازیکن فکر کنم توی این مدت یکی از پرکارترین تیم‌ها از نظر انتشار تصاویر جذاب درون اردو به بیرون برای فرانسه. عموم مردم تیم ملی فرانسه بود. بریم سراغ مراکش. این تیم جذاب و دوست داشتنی و البته شگفت انگیز جام جهانی 2022 که با 0-0 جلوی کرواسی شروع کرد، 2-0 تیم ملی بلژیک با همه ستاره‌هاش رو برد و با ذخیره‌هاش هم 2-1 کانادا رو برد. تکلی هم که خورده یه گل به خودی بوده. همینطوره. در مسافت با تیم ملی سر اسپانیا بازی رو 0-0 مساوی کردن. ضربات پنالتی با درخشش یاسین بونو 0-0 بردن و با یک پرش جانانه یکیش موفق شدن پرتغال رو حذف کنن. تیمشون حتی یه گل هم از حریف نخورده. خیلی آمار فوق‌العاده است. اونا رسیدن به چهارتای پایانی جام جهانی و حریف تا یه گل بهشون نزده. اون یه گل به خودی هم که توی بازی کانادا خودشون زده. درسته. توی دروازه‌شون یاسین بونو عملکردش بی‌نظیر بوده. تونسته برای خودش رکورد ثبت کنه توی هر مسابقه بالای 5 تا 6 تا توپ رو تونسته مهار بکنه. توی بازی آخرشون 11 تا توپ گرفته که 7 تاش توی محوطه جریمه بوده و اونها گرفتنش بسیار سخت بوده و الان رکورددار مهار بین تمام دروازه‌بان‌های تاریخ قاره آفریقا تو جام جهانی. بله غیر از بونو، حکیم زیاش، اشرف حکیمی، نصیری، بقیه بازیکن‌هایی که حالا ما راجبشون صحبت کردیم، باید از آمرابات هم حتما حرف بزنیم. کسی که به عنوان یک هافک دفاعی تک هافک دفاعی واقعا جای دو نفر داره فوتبال بازی میکنه و چشم خیلی از باشگاه هم گرفته. جالب بعضی از بازیکنان عملکردشون توی لباس ملی چقدر متفاوت با باشگاهیه. دقیقاً هر کدومشون دارن بزرگتر از ستاره های 100 میلیون یوروی فوتبال بازی میکنن. خود النصری توی باشگاهی امسال سال خوبی رو نداشت تو لیگ اسپانیا اما الان تو تیم ملی داره عالی بازی میکنه. خود حکیم زیش تا آستانه رفتن و جدایی از باشگاه خودش بوده، توی لبه تیغ حرکت میکرده اما الان داره فوق‌العاده بازی میکنه و فکر کنم که ترکیبی از بازیکن‌های جوان و با تجربه و البته مصمم و با انگیزه نشون میده که تیم ملی مراکش حتی به گفته خیلیا شاید بیاد و یقه فرانسه رو هم بگیره. شما اصلا نمیتونید بگید که این تیم با اتفاق به اینجا رسید. اونا با شایستگی اینجا هستن. اینو آمار و اعداد میگه. تیمیه که خوب دفاع میکنه و خوب حمله میکنه. شلوغی تو خط دفاعی و شلوغی تو خط حمله. اگه خواستید یه تیمو ترازش رو ببینید، تیمی که حتی در سطح تصاوی توپ نمیخواد، ببینید موقعی که حمله میکنه با چند نفر این کار انجام میده که توی آنالیزمون چند شب صحبت کردیم. همینطوره. بریم ما هم دیگه همراه بشیم مراکش، تیمی که الان دیگه افتخار آفریقاست، چرا که برای اولین بار آفریقی‌ها در نیمه نهایی جام جهانی نماینده خواهند داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همراهان همیشگی شبکه 3 سیما، دوستان برنامه جام 2022 با بخش اخبار حواشی و اتفاقات جام جهانی در خدمتتون هستیم و لحظه به لحظه داریم به روزای جذابتر و مهیج‌تر جام جهانی نزدیک میشیم.
قبل از هر چیز بگم که من هنوز خودم تو حال هوای خاویر زانتی ام دیگه، بچه‌ها خودشون میدونن دیگه، یه اینتری کلی لذت میبره از شنیدن صحبت خاویر زانتی و خیلی خوشحال شدم که امشب مهمون برنامه ما بود و محمد رضا احمدی عزیزم کمره ما هست. ممنونم بهنام جان. قبلش بگم که من به عنوان میلانی ولی دوست دارم واقعا یه چهره ای که نمیشه دوست نداشت خاویر زانتی رو. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما بیننده های عزیز و درجه یکی شبکه 3، دوستان و همراهان جام 2022، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به میز خبر ما. امشب هم قراره که مثل شبای گذشته با کلی خبر حاشیه از جام جهانی در خدمتتون باشیم. اما قبلش بهنام اگر که موافق باشی یه سر بریم قطر با گزارش احسان خراسانی عزیزم همراه باشیم. از همین جام خیلی بهش خسته نباشید. میگم احسان این سری رفته سراغ غذا و خوراکی‌های مخصوص خود قطر و یه گزارش خوب واسمون آماده کرده. بخش یکش هم دیدیم. اگر که موافق باشیم بریم بخش دوشو ببینیم و برگردیم با اخبار در خدمتتون هست. دیدیم گزارش احسان خراسانی عزیز رو از کشور قطر، غذایی که حالا داشتن اونجا، ولی ما هم اضافه کنم اینجا غذای خودمون نمیشه، شبیه هست ولی آره. مثلش نمیشه، مخصوصا که شما شمالی باشی دیگه، باقالی قاطق و میزا قاسمی و اینا کار در میاد. اما خیلی سریع بریم سراغ اخبار و حواشی و اتفاقات جام جهانی با مرور روزنامه‌ها و البته سایت‌های خبری مختلف. زادارسکی لیست که اختصاص داره به کشور کرواسی در آستانه بازی حساسشون در مقابل آرژانتین از تیتر سومین قسمت از داستان بزرگ فوتبال استفاده کرده و یه جورایی منظورش این بوده که به تقابل‌های مدریچ و مسی داره اشاره می‌کنه و گفته که اولین تقابل رسمی اونا تو بازی‌های ملی برمیگرده به بازی دوستانه که قبل از جام جهانی 2006 در مقابل هم برگزار کردن. 3-2 کرواسی اون بازی رو برد و جام جهانی گذشتم که تو مرحله گروهی بازم کرواسی تونسته بود 3-0 آرژانتین رو شکست بده. باید ببینیم که تو این رقابت چه اتفاقاتی رو خواهد داد. بریم سراغ تصویر بعدی. مارکا این تصویر خیلی جذاب و قشنگ رو کار کرده، تلفیقی از مسی و مدریچ و شده مدریچ، شماره دههای این روزای در واقع کرواسی و آرژانتین. مسی 35 ساله در مقابل لوکا مدریچ 37 ساله که باید ببینیم تو این بازی چه اتفاقاتی رو خواهد داد. تصویر بعدی برمیگرده به روزنامه اکیپ چاپ فرانسه که از تیتر برادران ناتنی استفاده کرده. حتما میدونید که اشرف حکیمی و امباپه تو پاریس سن ژرمن نسبت به بقیه بازیکن‌ها خیلی رابطه خوبی با هم دارن، اما اشاره کرده به اینکه همه این روابط دوستانه تو در واقع قبل از اینکه بازیکن‌ها بیان به زمین مسابقه تو رختکن جا گذاشته میشه و باید ببینیم که تو اون چمن این دو چه دوئل‌های جذابی رو با هم خواهند داشت. قطعا هم تو حین برگزاری مسابقه با توجه به پستی که دارن خیلی با هم درگیر میشن. و تصویر بعدی روزنامه اسپورت هست که در واقع برمیگرده به کشور چاپ کاتالونیا هست، اسپانیا، که از واژه چالش جهانی استفاده کرده و پیش بینیش اینه که شاید مسی و امباپه با تیماشون فرانسه و آرژانتین به بازی فینال برسن و همه منتظریم ببینیم که نیمه نهایی نتیجهش چی میشه. و بریم سراغ روزنامه بعد. روزنامه موندو دیپورتیو به اوناهی اشاره کرده، هافبک توانمند مراکش که هدف بارسلونا و تو رادار این تیم قرار گرفته. اوناهی 22 ساله که الان تو آنژه فرانسه است و تیمش هم تایید جدوله. انقدر عملکردش خوب بوده تو این جام جهانی، واقعا فراتر از انتظار بوده، که الان تو رادار بارسلونا است و گفته میشه که یکی از هدف‌های اصلی اونا واسه نقل و انتقالاته. بریم سراغ روزنامه بعد. گاردین چاپ انگلستان، آنها به خانه برگشتن. خبر از تیم ملی انگلستان داده که داره برمیگرده و تیتری که گرت ساوتگیت 18 ماه پرفشار داشته و احتمال اینکه عوض بشه. حالا خب جوان زنی زیاده، یه سری از کارشناسا میان حمایت میکنن از گرت ساوتگیت، یه سری ها میگن نه باید بره، عملکردش خوب نبوده. اکثر پیشکسوت انگلیسی حمایت کردن، حمایت کردن در واقع هری کین حمایت کردن از ساوتگیت. حالا باید ببینیم. ولی خب فشار خیلی روی زیاد بود، اما هر چیزی که بود و هر آنچه که شد، این انگلیسی که خیلی ها بهش امید قهرمانی داشتن بدون هیچ دستاوردی به خونه برگشت. و زمانی که داشتن به خونه برمیگشتن یک گربه جای جام با خودشون بردن. فوتبال که برنگشت به خونه هیچ، یک گربه ولی باشون برگشت. داستانش هم خیلی جالبه. حالا میخوای به نام یه توضیح بده. بازیکن انگلیس که تو هتل محل اقامتشون تو کشور قطر و تو شهر الوکرم
هر چی که هستش کایل واکر خیلی باهاش جور شده. دقیقاً یه جوری میشه گفتش که کایل واکر فکر کنم مسبب اصلی بردن این گربه شده. میتونیم بریم تصویر بعدی رو هم ببینیم. بعدی حمایت دل پیرو از تیم ملی مراکش، از حالا عکس بعدی هم جواد یامیق، کسی که توی اون صحنه معروفی هم که ما نشون دادیم سر پپر رو بوسه زده بود بهش، حمایت دفتری. بله بله، و دل پیرو حمایت کرده ازشون. تیم ملی مراکش انقدر تیم جذابیه تو این دوره، انقدر خوب عمل کرده که واقعا همونطوری که حالا دیروزم اشاره کردیم، خیلی از مردم چه مسلمونا چه غیر مسلمونا تو سطح دنیا فوتبال دوستا واقعا اومدن علاقه من به این تیم شدن، تا جایی که دل پیرو اومده و اینطوری ازش خودش قهرمان جهان شده و اون ایتالیای دوست داشتنی که حالا خودم بگم دوست داشتنی چون خودم طرفدار ایتالیا هم هستم، 2006 قهرمان جهان شده و اینقدر تیم دوست داشتنی، اینقدر بازیکناشون با انرژی با تعصب برای تیم ملی فوتبال کشورشون بازی میکنن که اصلا اتفاق عجیب غریبی نیست. اما بعد اینکه حالا تو قال هوای بازی مراکش حمایت در واقع دل پیرو هستیم، میتونیم بریم یه در واقع بخشی رو ببینیم که اختصاص داره به خوشحالی بازیکنای مراکش و فرانسه بعد اینکه بازی تموم میشه و به هتلشون برمیگردن، دو تیمی که حالا باید در مقابل هم قرار بگیرن، ببینیم دیگه این بار کدومشون بعد از اتمام بازی و برگشت به هتل خوشحال میشن. بریم این بخش رو ببینیم، فکر کنم خیلی جالب باشه. پایان بازیشون تو مرحله 1/4 نهایی داشتن و حالا می‌خوایم بریم سراغ بازی فردا و نشست خبری که سرمربیان دو تیم کرواسی و آرژانتین امروز برگزار کردن. آیه دالیچ صحبتی که داشتن این که فشار روی ما نیست، فشار بیشتر روی آرژانتین و مسیه، چون همه از اونا انتظار دارن که این بازی رو ببرن و اونا یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی هم. و صحبت دیگه‌ای که داشتن این که بعد بازی برزیل خیلی بهمون فشار اومد، یعنی تو اون بازی کلی انرژی ازمون رفت، اما حالا آماده ایم تا بازیمونو در مقابل در واقع کرواسی که باید در مقابل آرژانتین بازی کنه، یادم نیمه نهایی جذاب فوق‌العاده. و صحبت دیگه ای که داشتن اینه که این بازی و اون بازی که تو جام جهانی گذشته تو دور گروهی با آرژانتین داشتن، زمین تا آسمون فرق میکنه، یعنی اون بازی تو دور گروهی بود اما این بار حسبی اون بازی 3-0 بردیم و شرایط بازی کاملا متفاوته. و در مورد رفتار بازیکنان آرژانتین بعد از بازی با هلند هم صحبتی که داشته اینه که اصلا این رفتارا رفتارای مناسبی نبوده و امیدواریم که دیگه این رفتار اتفاق نیفته. در مورد سبک بازیشون هم گفته که حالا انتقادهای زیادی در مورد سبک بازیشون هست، اما میگه که اصلا وقت فکر کردن به اینا رو نداریم و فقط به صعود به فینال فکر کنیم. متشکرم. آرژ نکته نیست دیگه؟ من فقط درباره رفتار دالیش صحبت کردم، رفتار بازیکن آرژانتین. آقای اسکالونی صحبت کرد و گفته بودن که واقعا این انتقادها منصفانه نیست، چرا که حالا بازی هم برد داره تاش درگیری داره و یه جورایی از بازیکناش و لیونل مسی حمایت کرده و گفته این درگیری ها و زد و خورد ها بعد از طبیعی. بازی طبیعیه و اومده حمایت کرده. بسیار خیلی متشکرم. یه نکته راجع به همین آرژانتین بگم که اوتامندی هم صحبت کرد، گفتش که آقا اون عکسی که از ما منتشر شده و هم خوشحالی داریم فقط سمت هلندی انجام بدیم که عکس عجیبی هم بود، به خاطر اینکه اینا بعد از هر پنالتی تحریک میکردن، میومدن یه چیزی به ما میگفتن، یعنی یکی از بازیکناشون به خصوص میگفت میومد بعد از هر پنالتی نکته به ما میگفت و این دلیل عصبانیت آرژانتینیا بود. درباره دروازه‌بان ها صحبت بکنیم و تصاویر جذابی از دروازه‌بان های حاضر در مرحله نیمه نهایی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. پرونده برنامه امشب رو هم با هم دیگه ان شاء الله خواهیم و چهار دروازه‌بان با هم دیگه رقابت خواهند داشت. چرا؟ چون هر چهار تاشون تونستن برای کشورهای خودشون یه سری رکورد ها رو توی این جام جهانی جابجا بکنند. شبتون بخیر. یه خبر دیگه اینه که آقای سزار آرتور راموس مارزا شد داور بازی فرانسه و مراکش. بازی فردا رو که اورساتوی ایتالیایی قضاوت خواهد کرد، سزار آرتور راموس و دو تا قاضی دیدارهای محلی نیمه نهایی مشخص شدن. آیتم دروازه‌بان هم دید که به نظر نقش بسیار مهمی توی این دو تا بازی خواهند داشت، چون امکان بازی کشیده شدن بازی وقت اضافه و ضربات و پنالتی هست، اونم مثلا برای کرواسی که کلا تو اینجام آمارش جالبه، کلا 46 دقیقه از یه حریف جلو بوده، اونم کاناداه، هیچ وقت از هیچ حریفی جلو نبوده، با مساوی کارو برد پنالتی و با عملکرد خوب لیواکوویچ تونسته بازی رو ببره. همینطوره. ما ان شاءالله فردا شب باز همراه شما خواهیم بود. میریم به استقبال بازی‌های محلی نیمه نهایی جام جهانی. فردا ساعت 10:30 سوت بازی اول نیمه نهایی بین آرژانتین و کرواسی زده خواهد شد و پس فردا دوباره 10:30 شب بازی دیگر محلی نیمه نهایی بین فرانسه و مراکش تقدیم شما خواهد شد. ان شاءالله از هولوش ساعت 20:45 دقیقه فردا ان شاءالله خدمت شما خواهیم بود و مفصل میریم به استقبال اولین بازی نیمه نهایی رقابت
قاطی جام جهانی فرشا این موقع دیگه یه معما حل شده، یا لیونل مسی یا راشیا لوکا مودریچ و رفقاش به فینال رقابت ها راه پیدا خواهند. همینطوره. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. مراقب خودتون باشین. از اینکه همراه ما هستید بسیار بسیار سپاسگزاریم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر دوستان بیننده، همراهان شبکه 3، همراهان 2022. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین، سلامت باشین و امشب هم همراه ما باشید با آغاز مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر. شب بر شما خوش. سلام سلام سلام، عرض ادب و احترام بیننده محترم شبکه 3. خوشحالم که این فرصت رو دارم به اتفاق همکارام، همه دوستام در ویژه برنامه جام جهانی خدمتتون باشم. قلب‌ها دیگه از همیشه تندتر داره میزنه. داریم میرسیم به لحظات فوق‌العاده حساس این جام جهانی، مرحله نیمه نهایی و مشخص شدن ترکیب فینالیست آرژانتین کرواسی. امشب یه پای فینال مشخص می‌کنه. دقیقاً همینطوره. آرژانتین و کرواسی تو مرحله گروهی 2018 با هم بازی کرده بودند. کرواسی تونسته بود در مرحله گروهی 4 سال قبل در جام جهانی روسیه سه بازی خودش در مرحله اول رو با 3 برد پشت سر بگذاره. 3-0 آرژانتین رو بردن، ولی حالا دیگه شرایط کمی فرق می‌کنه. هم نیمه نهایی و هم آرژانتین نسبت به 4 سال گذشته به گفته خاویر زانتی که دیشب باهاش مفصل صحبت کردیم کمی متفاوت‌تر شده و اونها قهرمانی کوپا رو هم به دست آوردن و تجربه‌شون هم بیشتر شده. بله، اگه آرژانتین ببره به 6مین فینال جام جهانیش میرسه. فکر کنم فقط آلمانه که آمار بهتری از آرژانتین تو این زمینه داره. فینالا رو نتونسته مثل برزیل ببره، ولی خب تونسته خودش رو تا اینجا بالا بیاره. حتی اون تیم 2014 آرژانتین هم کسی فکر نمی‌کرد بتونه فینال برسه. شاید یه موقعیت گل از گونزالو ایگواین میتونست قهرمانی سوم رو به آرژانتینیا بده، ولی اوضاع گذشت گذشت تا رسید به 2022 و حالا نیمه نهایی با کرواسی. درسته، کرواسی هم رکورد بسیار خوبی رو داره. اونها هر بار که از مرحله گروهی تونستن بیان بالا تا نیمه نهایی و بعدش هم در بین 4 تیم برتر دنیا حضور داشتن. 98 در کشور فرانسه عنوان سومی جهان رو به دست آوردن. دوره قبلی جام جهانی نایب قهرمان شدن و احتمال داره که برای دومین بار متوالی در تاریخ کشورشون بتونن توی مسابقه فینال حاضر باشن. اما کارشون بسیار سخته، چرا که تیم اسکالونی تیمی است آماده، سرحال، با انگیزه و مصمم و همه مردم دنیا به گفته خود اسکالونی دوست دارن که مسی جام قهرمانی رو بالای سر ببره. یعنی این اتفاق میفته که کرواسی بیاد یه شگفتی دیگه خلق کنه. فقط یه تیم تو تاریخ تونسته توی دوره جام جهانی هم آرژانتین رو ببره هم برزیل و جفتشون رو حذف کنه، اونم آلمان 2014 که اونجا تونست قهرمان بشه. حالا کرواسی میخواد پا جای همچین تیمی بذاره. کرواسی که تو این تورنمنت فقط 46 دقیقه از حریفش جلو بوده، اونم جلو کانادا، همیشه همه بازی‌ها رو 0-0 برده، 90 دقیقه رو عبور کرده و مطمئنه که تو پنالتی میبره. از روزی که هواپیمای آرژانتین نشسته بود تو دوحه همه میگفتن که حرف سر این بوده که مسی اومده که این هواپیما با جام بلند شه و به کشور خودشون برگرده. اما کارشون بسیار سخت و دشوار بوده. اسکالونی گفته فشار روی تیم ملی فوتبال آرژانتین در واقع مسی بسیار زیاده و حتی دالیش به عنوان سرمربی تیم ملی کرواسی این قضیه رو تایید کرد که شاید کسی از ما خیلی انتظار خاصی نداشته باشه که بخوایم بیایم آرژانتین رو بزنیم، بریم فینال، حتی قهرمان جام جهانی بشیم. اما از مسی و آرژانتین همه انتظار دارن، پس فشار روی آلبی سلسته بیشتر از ما خواهد بود. بریم به 2018، به نیمه نهایی رقابت جام جهانی دوره گذشته. از ضربه سر و شادی امتیتی گرفته تا بازگشت باشکوه کرواسی جلوی انگلیس، یه نیمه نهایی کم گل اما جذاب. خب شب بر شما خوش دوستان بیننده، همراهان 2022 تو ورزشگاه لوسیل با قضاوت آقای دانیل اورساتو داور سرشناس اهل کشور ایتالیا قراره که بازی دو تیم فوتبال آرژانتین و کرواسی برگزار بشه. همه فکر کنم دیگه منتظر برگزاری بازی آرژانتین و برزیل بودن و منتظر بودن که یک بازی جذاب همیشه سنتی بین آرژانتین و برزیل در جام جهانی اتفاق بیفته، اما نشد و کرواسی اومد با همون شکل و شمایل خاص خودش تیم برزیل رو کنار زد و حریف آرژانتین در مرحله نیمه نهایی شد. قطریان برای برگزاری مسابقات نیمه نهایی و رده‌بندی و فینال صدام گرفت تدارک خاص خودشون رو دیدن، برنامه های ویژه و خاص خودشون رو خواهند داشت و قطعا برای این مسابقات اونها میان ویژه نگاه داشته باشن که بتونن اهالی فوتبال در دنیا رو به سمت این مسابقات باقی مونده جلب کنن. بله، از توپ رقابت نیمه نهایی هم حتی رونمایی کردن با حضور کاکاو کاسیاسی که البته تیمشون زود از گردونه رقابت جام جهانی کنار رفت. بریم تصاویر ببینیم تو دو تا بخش فقط برسیم به اوضاع احوال حال حاضر قطر، بعد دیگه وارد بسته بازی آرژانتین کرواسی میشیم با تحلیل هر دو تیم. توی همه بازی ها ما دیدیم که چهره های شاخص و سرشناس فوتبال دنیا از همه کشورهایی که تو جام جهانی حاضر هستن تقریبا توی
دوحه حضور دارن و بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. یک کار خوبی که قطری ها کردن اینه که سعی کردن که همه ستاره ها و اسطوره های فوتبال دنیا رو کنار هم داشته باشن و از اونها بهره برداری های بسیار خوبی هم در حوزه تبلیغاتشون، مسائل فرهنگی، اجتماعی، هنری و هر چیزی که لازم هست رو به خوبی انجام میدن. یکیش اتفاقی که دیروز رقم خورد. دقیقاً این سری از ستاره هایی که ما از اونجا به صحبت کرد، اسطوره های تاریخ فوتبال جهان رفتن فوتبال بازی کردن با سری از کارگرایی که تو قطر بودن. البته این به نحوی قرار بود که آرام بکنه اون فضایی که سری از رسانه‌ها ایجاد کردن راجع به مشکلاتی که کارگرها داشتن تو این چند سال، نمیدونم اتفاقاتی که براشون افتاده بود. یه فضای عجیبی قبل از شروع جام جهانی ایجاد شد، چطور تو مسابقه فیلیپ لام مقاله‌های رسانه‌های انگلیسی دیده باشید. فکر می‌کنم فیفا با این کارش خواست که ذره اون فضا رو تلفیف بکنه، ذره آروم‌تر بکنه بازی که به قضاوت خود اینفانتینو برگزار شد و یه کارت زد به الکس دل پیرام داد. همینطوره. یه بخش رو آهنگی می‌خوایم ببینیم درباره درخشش ستاره‌ها، این بار در فضای خارج از مستطیل سبز. درسته که بحث اصلی بودن فوتبال بوده، اما نگاه و هدف کاملا متفاوته. احساسات و البته داشتن رابطه خوب با کسانی که شما رو همیشه دوست داشتن و شما رو از قابش از تلویزیون نگاه میکردن، این بار میتونه شما رو به اونها خیلی خیلی نزدیکتر بکنه. این بخش رو با هم تماشا کنیم، جذابه. خیلی از حالا کسایی که دارن جام جهانی رو دنبال میکنن براشون جذاب بوده که مثلا تیم‌هایی که کشورهای کوچکی هستن مثل همین خود کرواسی که جمعیتی شاید حدوداً 4 میلیون نفر دارن، آنچنان دارن با هیجان و با کلی ذوق جام جهانی رو دنبال میکنن و پیگیر هستن و موفق ظاهر میشن در جام‌های جهانی که میان برای بار دوم در چارتا و حتی نگاه به فینال هم خواهند داشت. این خیلی موضوع جذابی که تونسته فوتبال یه بهونه باشه واسه اینکه حتی کشورها خودشونو یک بار دیگه به همه مردم دنیا به خوبی معرفی کنن، کاری که قطر به عنوان میزبان استفاده میکنه و کاری که الان مراکش به عنوان تیم اصلا بی‌نظیر و شگفت انگیز جام داره برای خودش انجام میده. دقیقاً با دو شیوه متفاوت، یعنی قطر با امکاناتش خودش رو معرفی کرد، مراکش با تواناییاش. هر دو خودشون نشون دادن. کرواسی رو گفتی جالب، من به برانکو هم میگفتم، گفتم آقا شما کلا مثلا 3 4 میلیون نفرید، همه تو مربی فوتبالید که یعنی شغل دیگه نداره کسی چه فوتبالیست آره. کشور شما ولی واقعا یه در واقع بهانه بزرگی بوده برای سری از کشور همونطور که گفتید برای ما رو دنبال بکنید، در واقع سرزمین ما اطلاع داشته باشید. من فکر کنم بهونه خوبی بود این داستان، حتی دعوت از کارشناسان مطرح خارجی تو تلویزیون کشورمون که خیلی اتفاق خوب بوده و متشکرم از شما که انقدر پیگیر این قضیه بودین و دوست داشتین اتفاقی در برنامه 2022 رقم خورد. بسیار عالی. نکاتی که گفتی درست، امید و نشاط به نظرم بدون شک واژه‌ای دیگه که باید بهره ببریم ازش از رقابت‌های جام جهانی، از فوتبال و اصولا از ورزش. راجع به کارشناس خارجی مون امشب حتما صحبت می‌کنیم. می‌ذاریم سریع‌تر بریم جلو. می‌خوایم یه بررسی آماری بکنیم عملکرد دو تا تیم آرژانتین و کرواسی رو. تصاویر اگه دوستان من پخش بکنم با هم دیگه ببینیم. بله. ببینیم چیکار کردن این دو تا تیم از لحاظ آماری. دقیقاً همینطوره. خب ما درباره آنالیز تیم‌ها، آمار و ارقام، اتفاقاتی که رقم زدن در شب‌های گذشته مفصل با هم دیگه صحبت کردیم. تا حدود شما قطعا می‌دونید که ساختار تیم‌های آرژانتین و کرواسی چگونه بوده، روش بازیشون اون 4-3-3 که بازی می‌کردن، تقریبا هر دو تیم با همون روش 4-3-3 دارن بازی می‌کنن. اما یه سری عدد و یه سری ارقام هستش که می‌خوایم با هم دیگه اونها رو در میون بذاریم تا شما از ساختار بهتر این دو کشور و این دو تیم بیشتر اطلاعات رو داشته باشید. بله، الان بیننده‌ها می‌تونن ببینن آمار تیمی آرژانتین رو که تو ساخت بازی 18 بار این کار انجام شده، در حالی که برای کرواسی این عدد 13 است. یعنی از لحاظ ساخت بازی آرژانتین مقدار شرایط بهتری داره. همینطوره. گل روی ساخت بازی 1-1 بوده. هم برای آرژانتین هم برای کرواسی. ساخت بازی رو ببینندهام توضیح دادیم دیگه. هم بحث بیلداپ ما قرار شد معادل فارسی همه کلمات رو استفاده بکنیم، ولی احتمالاً شنیدید بیلداپ یعنی کاری که از خط دفاع شروع میشه، با خط افک ادامه پیدا می‌کنه و در نهایت منجر به گل میشه. همینطوره. بازی مستقیم چی؟ 5 تا آرژانتین، 5 تا کرواسی. تو این برابرن. ولی من حس می‌کنم اگه کار به بازی مستقیم با اون فرمی که تو ذهنمون هست و پاسای بلند برسه، همون بلای سر آرژانتین میاد که تو بازی با هلند سرشون اومد. گل روی بازی مستقیم یه گل آرژانتین زده، کرواسی گلی نزده. دفعات بیشتر از 10 پاس متوالی که 95 در برابر 81 بوده و اینم بازشون میده که توپ نگه داشتن آرژانتینیا بهترن، یعنی 95 بار تونستن بالای 10 بار پاس بدن. و این فاکتوری که ما خدمتتون معرفی کردیم، راجع به صحبت کردیم، تعداد دفعاتی که تیم اجازه میده حریف پاس بده تا اولین اکت دفاعی رو بتونه انجام بده. یعنی کنش‌های دفاعی در مقابل پاس‌های داده شده میشه همون داستان PPDA که 15 در برابر 15. این خیلی آمار خوبیه و به ما نشون میده که کرواسی و آرژانتین تقریبا از قدرت برابری برخوردار هستن و بازی امشب اصلا بازی ساده‌ای برای آرژانتین
یا برای کرواسی نخواهد. دقیقاً. خیلی ممنونم از بچه‌ها، متشکرم ازشون. یه نکته که به نظر میتونیم جمع‌بندی بکنیم این بحثی که الان با هم داشتیم اینه که دو تا تیم خیلی علاقه‌ای به پرس از بالا ندارن و ترجیح میدن که برن دنبال تله پرس، یعنی تو ذهنشون باشه که توپ به کدوم بازیکن رسید، برن تجمع اونجا انجام بشه و تله پرس بزنن و توپو بگیرن، که به نظر میتونیم توی بازی امروز با هم دیگه ببینیم. همینطوره، اون داستانهای پی پی دی ای و اینا نشون دهنده همون داستانی که شما گفتینه، که سعی میکنن که با بازی سازی و اون داستانهای پرسینگ و این حرفا برای خودشون خلق موقعیت بکنن. چه بریم ببینیم؟ بریم سراغ نیمه نهایی های تاریخ کرواسی از 98 که تونستن عالی برگردن، از 2018 که عالی برگشتن تا 98 که برعکس این بلا سرشون اومد، نتونستن به فینال رقابت ها برسن، تلاش کردن 2018 این اتفاق برشون افتاد. دوستای عزیزم تو بخش آنالیزمون، علی کمانگری عزیز، محسن عباسی، بچهای گرافیکمون که خیلی زحمت کشیدن و این در واقع ذهنیتی که آقای زلاتکو دالیچ 56 ساله داده به تیم ملی فوتبال کرواسی باعث شده تا اینجا این تیم بتونه بالا بیاد. ما فکر می‌کنم که خیلی زمان نداریم، سریع‌تر بریم سراغ نظر کارشناسامون تو این مدت. فقط دوستان بدونن که امشب میتونن بازی رو پیش بینی کنن، 3-7-80 3-20 مربع رو بگیرید، همراه ما باشید، پیش بینی کنید بازی آرژانتین و کرواسی رو کدوم تیم فینالیست خواهد شد. 50,000 تومان جایزه ان شاءالله روز یکشنبه روز قرعه کشی است که انجام میشه و تقدیم کسانی میشه که همراه ما بازی ها رو پیش بینی کردن. پس 3-7-80 3-20 مربع رو فراموش نکنید. فکر کنم نظر کارشناسامون رو بعد بذاریم بعد از خبر راجبش صحبت بکنیم، چون زمان نداریم. بریم یه تصاویری از این بازی دو تیم ببینیم. نظر کارشناسا همه کسایی هستن که توی این مدت راجب آرژانتین و کرواسی صحبت کردن. بریم یه تصاویری از مسابقه ببینیم، بریم چقدر وقت داریم قبل از خبر. شبتون بخیر باشه. فکر کنم ما خیلی هم زمان نداریم، باید بریم با دوستان در پخش همراه باشیم، بعد اخبار شبانگاهی رو ببینیم، بعدش دوباره برای پیام بازرگانی ما همراه شما هستیم از 2022. منم دیگه نمیام، میرم واسه گزارش آماده میشم. با عرضم گزارشگر بازی امشب که امیدوارم بازی بی‌نظیری بشه با صعود آرژانتین به فینال رقابتی، قولش داده کارش انجام داده. سعی میکنم به خاطر تو هم روز سعی میکنم. کرواسی هم خیلی دوست دارن، مودریچو خیلی دوست دارن، امیدوارم که بازی جذابی بشه. متشکرم، بیننده شرکت سه باشید. حتما ما بعد خبر برمیگردیم مفصل میریم تو فضای اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی 2020. بله، فینال شماره 6 برای تیم مهار نشدنی اسکالونی، آرژانتین به فینال جام جهانی 2002 میرسه با درخشش همون همیشگی که کلی رکورد رو امشب ثبت کرد. حالا مفصل راجع به مسی صحبت خواهیم کرد. خسن هم شما آرزو آن گفتم کار سعی میکنیم دمجه خیلی محبت کردید شما بعد از آقای مسی و عباز کنه آرژانتین و همار کادر فنی و اقل لطف کردید. خیلی نظرم من خودم فکر نمی کردم بازی اینجوری میتونم بگم یه طرفه برای نگاه میکردم، غیر از ستا حتی چندین موقعیت گل دیگر هم آرژانتین توی مسابقه نزد و میتونیم بگیم واقعا حقش بود برد نیمه نهایی. شاید بهترین جمله‌ای که الان میشد استفاده کرد جمله گرنویلی که آرژانتین انگار 11 تا جنگجو داشتش، 11 تا بازیکن درخشان داشتش و همه هم انگار میجنگن واسه لیونل مسی که بیاد در جام قهرمانی رو بالای سر ببره. یعنی همه آرژانتین تلاششون قهرمان کردن مسیه. شاید همه تیم واسه قهرمانی میجنگن، همه بازیکن آرژانتین برای قهرمان شدن مسی دارن میجنگن و این خودش انگیزه رو خیلی زیاد میکنه و همه بازیکن‌ها در تلاشن که آرژانتین نتیجه بگیره و واقعا خوب بازی کرده. خود فوتبال ببین نیمه دیدی ویدیو کوتاه پخش کردیم من کاری که پارادس داشت میکرد و رودریگو دی پول رفت جلوی پریشیش وایساد، یه تنم زد و یه گلدوری هم کرد. میگفت اینا بادیگاردای مسی تو زمینن و به نظرم نمایش درخشان لیونل مسی توی این مسابقه یه قدم نزدیکترش کرد به اون رویای همیشگی. نمیخوام اتفاقات 24 تکرار بشه و حالا یه فینال آرژانتین تجربه بکنه بدون اینکه شایسته بود. خیلی تیم خوبی بود. کرواسی خیلی خوبی داشت ولی اسیر به نظر من نبوغ مسی، اسیر جنگندگی بالای همون بازیکنی آرژانتین شدن. آلوارزی که از بهترین شبها رو برای درخشیدن انتخاب کرد، نیمه نهایی مقابل کرواسی انتخاب بازی مرحله گروهی 4 سال پیش گرفت و تونستن به بازی فینال برسن. به نظرم حالا فینال اگه یه فرانسه آرژانتین بشه جذابه. جذاب که 100% ولی یه ذره ترسناک هم هست چون بازیکن ترسناک کرد هم بازی قبلیش. یه دونه هم از چپ فکر کنم با پرشیچ اومد همین. آره هیچی نداشتن. این شاید موفق ترین عمل کرده خط دفاعی تیم ملی فوتبال آرژانتین بود. مهاجم راجبه بهترین بازیکن زمین شدنش گفت رسید به رکورد لوتار ماتیوس. فینال 5 تا بازی فینال رو هم بازی خواهد کرد، رکوردو میزنه، رکوردو بزنه بیشترین پاس گل در تاریخ جام جهانی، عبور از رکورد 2217 دقیقه بازی در جام جهانی که در اختیار پائولو مالدینی بود. شاید یکی از دلایلی که بیرون نکشیدش در واقع پایینی همین بود. 6 تا پاس گل در مراحل حذفی جام جهانی، رسید به رکورد پله. 8 پاس گل در تاریخ جام جهانی و رسیدن به رکورد مارادونا. 11 گل میشه برترین گلزن تاریخ آرژانتین در جام جهانی که از گابریل باتیستوتا و همه چهره‌های شاخص بزرگ پیش رفته و جلو زده. 35 ساله 96 تا گل، 25 گل در جام جهانی، 25 بازی در جام جهانی و 11 گل که
با مقدسه درباره همین آمار ما صحبت کردیم. هی فلایات ازش ندیدیم. ببینید. بفهمید. شبتون بخیر باشه. ما همیشه سر بازی‌های قبل از شروع مسابقات از شما می‌خوایم که مسابقات رو پیش‌بینی بکنید، همراه ما باشید و نتیجه بازی‌ها رو شما بگید. اما الان چون آرژانتین برده، با توپ پرم برده، می‌خوام که از طریق هفت‌هشتاد بازی دیگر نیمه نهایی بین مراکش و فرانسه رو همین الان پیش‌بینی بکنید. یعنی تلفن همراهتون رو بردارین، ستاره 780 ستاره 20 مربع رو بگیرید، چند رو چایوس فرقی نمی‌کنه و اگر داریدش حتما این اپلیکیشن رو به روزرسانی بکنید، چرا که خدمات جدیدی رو میتونید استفاده بکنید. در قسمت پیش‌بینی به ما بگید که فردا شب برنده مسابقه کدوم تیم میشه، فرانسه یا مراکش، کدوم تیم راهی فینال جام جهانی میشه و حریف آرژانتین میشه. خود میگی کدوم تیم؟ حالا من فکر میکنم فرانسه اصلا سطح بازیش فکر کنم فرانسه مراکش تا همینجا اومده احتمالاً میبره. همینجام زیاد اومد، یعنی نیمه نهایی برزیل آرژانتین از ما گرفت. آره. که میتونه هیجان انگیز باشه و سخت البته، ولی من خوب فکر میکنم اگه مراکش بیاد بالا به مراتب برای آرژانتین حریف بهتریه. درسته. تا فرانسه با اون همه ستاره، ولی باید ببینیم چی میشه. مراکش تیمیه که فقط یک گل تو این تورنمنت خورده، اون گلم دفاع خودشون به خودشون زده. علاوه ساختار دفاعی بهترین تیم تورنمنت. همینطوره. حالا ما درباره آمار و ارقام و اطلاعات میخوایم صحبت بکنیم، مثل همیشه آنالیز هم میخوایم همین الان داغداغ از همین بازی تقدیم شما بکنیم. هر زمانی که آنالیزم حاضر شد رفقامون بده نمایش بگذارن، من آنالیزم روی تصاویر صحبت میکنیم و نکاتش رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما درباره آرژانتین و مسی، باز هم یک مرد کلیدی، همون لقب ارزشمندش که شاید مسی میشد در نظر گرفت و امشب موفق شد همه به اصطلاح عناوین رو به نام خودش. یه کار قشنگی هم که به نظرم اسکالونی این بازی انجام داد، همون بحث شلوغ کردن خط هافک بود برای مبارزه با اون سه نفر. اومد شلوغ می‌کرد. آره اومد شلوغ کرد کار دیگه، یعنی چهار نفر ثابت، یه مسی که عقب‌تر از آلوارز بازی بکنه، بله. با پنج نفر سعی کرد که بازی کنه. شاید همین کارو جلوی فرانسه هم انجام بده. فرانسه که تو خط حمله واقعا فوق‌العاده است با چهار شگفت انگیزش، و اگه گل نخوره آرژانتین توی مسابقه فینال کار بزرگی کرده. درست الان یه صحبتی هم شده بود که اسکارانی انگار قبل از مسابقه تو رختکن خیلی احساسی برخورد کرده بوده با بازیکن آرژانتین، یعنی گفته بودی که آقا دیگه الان ما جایی هستیم که فقط برای فتح جام باید فکر بکنی، و شاید حتی الان اومده سایت اولم درباره شون نوشته که از آرژانتینیا خواسته که فکر کنه که این بازی بزرگترین بازی زندگیشونه. درسته. یه نمایی هم از لوسایل دیدیم، به نظرم اسمش رو میتونیم بذاریم لوسایل بوئنوس آیرس، با توجه به جوی که داشت فضا. همه بازیش هم اینجا بود. اصلا کرواسی اول از بازیش خونگی بود، بعد کرواسی انگار داشت تو خونه تیم حریف بازی میکرد. از این نظر خیلی سخت شد کار برش. خیلی خیلی کارشون سخت شد. به هر حال آرژانتین برده، سه هیچ هم برده، و لیونل مسی هم موفق شده که برای خودش کلی عناوین خوب رو دست بیاره. آره دیگه، و جزو سه تا، یعنی تنها بازیکنی که موفق شده از سه تا بازی جام جهانی هم گل بزنه هم پاس گل بده، و این براش خیلی آمار خیره کننده و جذابی بدون شک خواهد. یه در واقع نکته‌ای رو انگلیس خیلی بهش دقت کرد و کار کرد روشون، هم استفاده از میتونیم بگیم ضعف اوپامکانو در مرکز خط دفاعی فرانسه است. شاید از لحظه بعد حریف احتمالی آرژانتین توی فینال فرانسه باشه، و تقابل هری کین اوپامکانو اونجا به سود انگلیسی‌ها کارو پیش برد. این بار شاید این کارو لیونل مسی بتونه انجام بده. همینطوره. برای بار ششم خب اونها رفتن فینال و داستان خیلی شاید داستان تاکتیک پذیری تیم فوتبال آرژانتین مهم باشه سر بازی با فرانسه، اگر قواشی که فرانسه بیاد و دیگر پای فینال رو فرانسه تشکیل بده. یعنی آرژانتین با این ساختار و با این شرایط شاید مقابل فرانسه بازیکنای سرعتی مثل امباپه، مثل دمبله به مشکل در بخوره. البته بازگشت دوباره برخی بازیکن مثل آکونیا تو سمت چپ خط دفاعیشون میتونه براش خوبه. تالیافیکو هم خیلی خوبه. تالیافیکو خوبه، ولی وقتی میره جلو فضای پشت سرش خیلی خالی میشه. و بعدم رومرو هم و اوتامندی هم بازیکنای خیلی همچین درجه کم و درجه یک و آره برسی نیستن که بشه روشون حسابی اعتماد کرد. کلا تیم رو بخوای نگاه بکنی، تیم تو پست‌های مختلفی ضعف داره. این روز اول هم گفتیم تعارف که نمیشه کرد، ولی خب یه پست خیلی قویه، اونم همین پست دهی که ملزم کرد. مقایسه ای از لیونل مسی و گابریل باتیسوتا، شکستن رکورد گابریل باتیسوتا با تعداد 11 گل در مسابقات جام جهانی در مقابل 10 گلی که باتی گل زده. درتون 10 تا رو تو 12 تا زده، لو 10 تا رو 11 تا رو توی 25 مسابقه زده. میتونیم آرزا تا آنالیز اونم آماده بشه 10 صحنه ماندگار لیونل مسی رو با هم دیگه ببینیم. اینا جز در واقع بخش ها و صحنه ها و تصاویریه که دیدنش هیچ وقت آدمو خسته نمیکنه. بسیار عالی. برگشتیم در ورزشگاه تمامه. لوسیل هم که با هم دیگه دیدیم، درخشش آرژانتینیا، صحبت از اونها و البته از لیونل مسی هست توی همه
در واقع رسانه‌های ورزشی و فوتبالی. به نظرم با تلاش بچه‌ها، چون آنالیز این مسابقه هم خیلی سریع رسونه، الان میتونیم بریم سر بزنیم تصاویر آنالیز این مسابقه رو خیلی داغ داغ و به لحظه ببینیم با هم دیگه، بعدش میریم سراغ اتفاقات دیگه. همینطوره. یعنی اونجا از من یه جوری پرسیدی اساساً دیگه از من درس پرسیدی استاد سوهاق بچه‌ها چی بود؟ این بود که پرتعداد کار کنیم. خوشحالم که به این آنالیزی که رفتیم از روز اول داریم قشنگ نموداشو می‌بینیم دیگه. پس فرم چی بود؟ فرم این بود که در مقابل این پاسایی که مسی میندازه برای دفاع چپ خودشون، تو بارسا مینداخته، تو پاری سن ژرمن، تو تیم ملی آرژانتین، تیم مقابل چیکار کرد؟ اومد غیر از 4 تا دفاع یه دونه هافک هم اضافه کرد، هافک سمت راست رو فراخوند که بره پشت دفاع راست رو پوشش بده. این چرا پس جواب نداد؟ به خاطر اینکه گلایی که آرژانتین زد برای موقعی بود که تیم کرواسی تو نزد دفاعی نبود، یا توپ لو داده بودن مثل نکته‌ای که مرزا توی گزارش شرکت مودریچ لو داد، یا موقعی بود که پرتاب اوت بود که گواردیولا نابود کرد، و البته استفاده از نبوغ مسی توی ضد حمله. همینطوره. متشکرم از آرسن که خیلی خوب قضیه رو باز کرد برای علاقمندان بخش آنالیز جام 2022. امیدوارم که این روند تو بازی فینال هم ادامه داشته باشه و آرژانتین بتونه بازم خوب بازی کنه، و البته امیدوارم که بازی فینال بازی جذابی هم بشه. یه فاصله بگیریم و برگردیم دوباره همراه شما هستیم. امشب ان شاءالله باکس خبری هم خواهیم داشت، اخبار جام رو تقدیم شما خواهیم کرد. سلام، شبتون بخیر همراهان همیشگی شبکه سه سیما، دوستان برنامه جام 2022. خیلی خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه فرصت شد تا در بخش اخبار و حواشی اتفاقات جام جهانی بیایم با شما حرف بزنیم، تو لحظاتی که قطعاً آرژانتینیا حالشون خیلی خیلی خوبه، چون بعد از 36 سال حالا یه بار دیگه دارن نزدیک میشن به کسب عنوان قهرمانی تو رقابت‌های جام جهانی. و ببینیم که تو این لحظات و تو این روزها چه اتفاقاتی تو قطر محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی افتاده. محمد رضا احمدی هم با ماست. ممنونم مهدام جان. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های عزیز و درجه‌ای که شبکه سه، دوستان و همراهان جام 2022، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به میز خبر امشب. همونطور که بهنام عزیز گفت، فکر کنم یه نصف فوتبال دوستان امشب خوشحالن، چون مسی و آرژانتین به اون چیزی که میخوان دارن میرسن و به فینالش رسیدن. تا باید صبر کنیم ببینیم که قهرمان بالاخره تو این دوره کی میشه. ببینم اگر که موافق باشی خیلی سریع بریم سراغ بازی در واقع کرواسی آرژانتین شروع کنیم. و اولین تصویر حضور هروی میلیچ و دراگان اسکوچیچ هست تو ورزشگاه لوسایل، دو چهره کرواتی که رفتن از نزدیک بازی رو تماشا کنن، اما اون اتفاق خوبه براشون رخ نداد. دراگان اسکوچیچ هم حالا رو لباسش اسم کرواسی نوشت، و اروی میلیچ هم که این روزا خبری دیگه ازش نیست، بازیکنی که یه روزی تو فیورنتینا بازی میکرد، تو کروتونه بازی میکرد، تو ناپولی بازی میکرد. ما مرزا الان فکر کنم توی یه تیم دست سه‌ای تو لیگ کرواسی به اسم زرینسکی داره بازی میکنه. اگه نگاه کردم هنوز یه دونه بازی هم انجام نداده، ولی آخرین خبری که از نقل و انتقالات این بازیکن بود، عضویت توی یه تیم لیگ دست سه‌ای بود که تو ورزشگاه بود. چهره‌های خیلی معروفی هم تو ورزشگاه بودن. خود اینفانتینو که معمولا بازی‌ها رو میره نزدیک نگاه می‌کنه. رونالدینیو هم بود دیگه. رونالدینیو بود، چند تا اسطوره برزیل بودن و اینجا ثابت کردن دیگه زمانی که همقاره‌ایت بازی میکنه پای دیگه اون تعصب قدیمی میره کنار، تو طرفدار نماینده قاره‌ات هستی. و خیلی جالب بودش که دو تا رقیب سنتی اسطوره‌های اون رقیب اومدن و دارن تشویق میکنن. و چقدر هم حتی یه ویدیوی اومد بیرون که خوشحالی رونالدینیو بعد از گل آرژانتین جالب بودش. بعد میدونی که بلیتایی که تو جام جهانی میفروشن 4 تا کاتگوری داره، یعنی 4 تا در واقع تقسیم بندی و لول بندی داره. اینا پشت دروازه ان، این فکر کنم کاتگوری 3 که قیمتش خیلی ارزون تره. حالا رفتم بازی رو ببینن، یه نشد دیگه، نشد اون اتفاق بیفته. مثلا خبر بعد یه مصاحبه قبل از بازی شده بود، آقای یارنیا هستن که واسه دو تا تیم ملی بازی کردن، یوگسلاوی و 1990 با یوگسلاوی تو جام جهانی 98 و 2002 هم با کرواسی، و گفته بودن که تنهای متوقف کردن مسی با اصله هست. این یه ذره قبل بازی بود، یه ذره گذشت، فکر کنم پشیمون شد. چی گفت؟ آره، تو مصاحبه بعدیش که تو تصویر بعدی میتونیم ببینیم اینه که اگه اونا مسی رو دارن ما مودریچ رو داریم. انگار خیلی فشار روش زیاد بود و مورد انتقاد قرار گرفت تو کشور کرواسی. اما به نظر میرسه که به نظر که نه، قطعا دیگه اون نظر اولیه فکر کنم خیلی درست‌تر بود. آره، مسی شب بی‌نظیری داشت و این صحبت‌های رابرت یارنیه که حالا گفتیم تو سه تا جام جهانی حضور داشته، 1990 با یوگسلاوی و 98 و 2002 هم با لباس کرواسی. بریم سراغ خبر بعد.
آیه انریکه گفتن که آرژانتین مراکش فینال ایدئال منه. سرمربی میشه گفت سابقه تیم ملی اسپانیا گفته که من دوست ندارم اون فینال تکراری رو ببینم. حالا یکی از اون ایدئالاش که شد، بعد ببینیم فردا مراکش میتونه از صد فرانسه بگذره یا نه. یه سری صحبت دیگه هم آره کرده بود. آره، یه صحبت که کرد گفت یکی از بازیکنایی که حالا تو این فهرست ما بوده تو جام جهانی اصلا اون عملکردی که باید میداشت و نداشته، و اگه برگردم عقب اون بازیکن دیگه دعوت نمی‌کنم به تیم ملی. اسمش هم نگفت و صحبتی که شد این که آیا حالا در آینده بازم سرمربی اسپانیا میشه. گفت فعلا دوست دارم تو تیم‌های باشگاهی کار کنم و در آینده حالا نه چندان دور، یه ذره ولی فکر کنم دلش می‌خواد دوباره برگرده، چون گفت برم باشگاهی بعد دوباره حالا فعلا وقتش ببینیم چی میشه. تصویر بعدی بعد آها، مارادونا و شاید مسی روی دوش روبرتو سخاس. جریان آقای سخاس چیه؟ تعریف میکنه بعد از قهرمانی آرژانتین سال 86 میگه که زمانی که آرژانتین رفت فینال یه کارگر ساده بوده. دقیقاً میره مکزیک و فینال رو ببینه. زمانی که آرژانتین قهرمان میشه میگه با دوستامون میریم توی زمین و همونجا دیگو مارادونا میگه که منو قلم دوش کن و میخوام دور استادیوم برم و این عکس ثبت آره. میشه. حالا همون آدم دقیقاً مصاحبه کرده و گفته اومده قطر و میگه که حالا با کلی سختی هم خودش رسونده به قطر و میگه الان یکی از آرزوهایی که دارم اینه که آرژانتین قهرمان شه، برم دوباره تو زمین. تو تصویر بعدی میتونیم ببینیم چهرهش رو و این آره، این عکسام که گرفته و میگه آرزوم اینه که دوباره برم تو زمین و در واقع بتونم این بار مسی رو دوشم داشته باشم. حالا تو حال هوای بازی آرژانتین کرواسی هستیم، یه تصویری هم بچه‌ها میتونن پخش کنن و در موردش صحبت کنیم. لباس لیونل مسی که امروز تو روزاریو تو آرژانتین توسط یه هلیکوپتر در واقع به اهتزاز در اومد. آرژانتین گفته بود که اگه مسی بتونه تیم ملی کشورش رو قهرمان جام جهانی کنه، حتی شانس اینو داره که اگر کاندید بشه روزی رئیس جمهور همین کشور بشه. ببینید دیگه فوتبال چقدر میتونه محبوبیت. حالا هنوزم تو حال هوای بازی کرواسی و آرژانتین هستیم. خب بازار پیشبینی‌ها خیلی داغه. یکی از حالا نکات جالبی که دارن که از حیوانات مختلف استفاده می‌کنن که پیشبینی کنن. معروف‌ترینشون هم اون هشت‌پا پل بود که تو جام جهانی 2006 تقریبا همه رو درست پیشبینی کرد. بریم یه بخشی رو ببینیم. ببینیم خیلی تعدادش رفته بالا دیگه. بامزه است. و یه بخش ببینیم حالا بعد بازی پیشبینی‌هاشون چه جوری بوده. بریم بخش رو ببینیم. برمیگردیم. این بخش خیلی جالبی بود. محمد رضا اون حلزونه فکر کنم خسته بود دیگه، رفت سمت کرواسی ولی پاندای آخر پیشبینیش کاملا درست عذاب داد. حلزونه فکر کنم نزدیک‌ترین رو انتخاب آره کرد. خسته بود معمولا آره حلزونه. بریم سراغ تصویر بعدی که به نشست خبری بازی فردا شب فرانسه و مراکش اختصاص داره. نشست خبری ولید رفراکی که به عنوان اولین مربی آفریقایی تونست تیمو برسونه به مرحله نیمه نهایی. صحبتی که داشته اینه که چرا نباید رویای قهرمانی داشته باشیم، کار بزرگی تا اینجا انجام دادیم و اصلا از رسیدن به مرحله نیمه نهایی خسته نیستیم و در واقع توقع داریم که کماکان با انرژی به کار خودمون ادامه بدیم. و در مورد در واقع دوئل امباپه و اشرف حکیمی هم گفته اگه یه نفر بیشتر از من امباپه رو بشناسه اون اشرف حکیمیه. و در مورد این اتفاقات خیلی صحبت‌های متنوعی داشته و گفته که ما دیوونه ایم ولی دیوونه‌های خوبی هستیم و با کلی امید دارم میرم برای بازی فردا شب. و نکته بعدی اینه که خب خیلی از بازیکن‌های مراکشی متولد فرانسه هستن و میگفتش که امیدوارم فرانسوی‌ها به ما رحم نکنن. و اون طرف میدونم آقای دیدیه دشان یه نشست خبری رو برگزار کرده و گفته که مراکشی ها توی این جام خیلی سخت گل میخوان، اما ما میخوایم این روند و رویه رو تغییر بدیم. از طرفی هم اومدن گفتن که میدونیم جو ورزشگاه کاملا مراکشی و بر علیه ما، اما خب واسه اون مهم نیست. در رابطه با ترکیب خودش هم صحبت کرد، در رابطه با گریزمن صحبت کرد که چقدر آمار خوبی داشته توی پاس گل و خلق موقعیت. گفته زمانی که حالا پشت مهاجمه وظیفش بازپسگیری توپ نیست، اما این کارو داره خیلی خوب انجام میده. و در آخر ازش پرسیدن که فرانسه الان یا دوره قبلی و گفته که فرقی نداره، ما با هر دو تا تیم و هر دو دوره به نیمه نهایی رسیدیم و از این بوده. اما خب از حال و هوای این بازی خارج نشیم، میخوام یه بخشی رو تقدیمتون کنیم. یه هنرمند مراکشی خیلی خوش‌ذوق، خیلی هم جالب، خیلی جالب، خیلی خوش‌ذوق و خیلی توامن میاد با استفاده از یه سری حالا اشکال که میبینیم چهره بازیکن‌های تیم ملی مراکش. بیاریمش از جدید خودمون کاملا اگه بیاد تا فینال قطعی آره. رفته. بریم این بخشو ببینیم. آره. موفق شی به نام. آره ببینیم خوشتون میاد. بله دیدیم که چقدر خوش‌ذوق رو همه چی، دیوار، شیشه، میله،
این کارا رو انجام میده و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. اما خب حیف هم میاد بهنام از این بازی بخوایم سری بگذریم. یه ویدیویی هم تو فضای مجازی خیلی داره دست به دست میشه از یاسین بونو. آره و پسرش که خیلی هم بامزه است، اومد بعد بازی هم تو زمین کلی با هم بازی کردن و یکی از تصویرایی که خیلی داره دست به دست میشه این روزا تو در واقع کنفرانس خبری بعد بازیه که پسرش میکروفونو با بستنی اشتباه میگیره. آره میتونیم این صحنه رو هم بچه‌ها به نمایش در بیارن. خیلی جالبه یاسین بونو که تو دروازه که بهترینای مراکش بوده و اون عکس العمل‌های بی‌نظیر و فوق‌العاده‌اش و حالا پسرش هم میتونه راه خود یاسین بونو رو ادامه بده و این لحظات بامزه‌ای که اینا تو جام جهانی دارن پشت سر میذارن. حالا مخصوصا با این ویدیویی که پسرش هم اومده فکر کنم هم کلا خانوادتن طرفدار پیدا کردن و خب با عملکرد خیره کنندش تونسته مراکش رو تا اینجا برسونه. هم تو زمین فوتبال میونه زمین فوتبال آدم فوق‌العاده‌ای. تصویر بعدی هم میتونیم ببینیم که اختصاص داره به جوزه مورینیو. مورینیو پرتغال شاید به زودی، صحبتی که مطرح شده، مذاکراتی که انجام گرفته با فدراسیون فوتبال پرتغال، گمان زنیایی که فعلا برای سرمربی فعلی تیم روم در واقع در نظر گرفته شده. باید ببینیم که تو آینده چه اتفاقاتی رخ میده. برای حالا صحبتی هم که شده پیشنهاد به طوریه که همزمان هم سرمربی روم باشه هم سرمربی تیم ملی پرتغال. باید ببینیم پیشنهاد به کجا میرسه. فعلا اظهار نظری نکرد اما خب مورینیو فکر کنم دوست داشته باشه. فکر کنم تصویر بعدی هم تو همین حال و هوا باشه. بله کریستیانو رونالدو تو شبی که حالا مسی تونست به فینال رقابت ها راه پیدا کنه در واقع صحبتایی شده که شاید تا پایان یورو 2024 تو تیم ملی پرتغال باقی بمونه و قبل از اونم تو فضای مجازی تصویر رو منتشر کرد که نوشته حقیقت سه جنبه داره: رنج، عدم قطعیت و پشتکار. آره بریم یه بخشی رو ببینیم. محمد رضا بعد آره ما هم یه کم کم با بخش اخبار و عباشی اینا دیگه خدافظی کنیم. خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اتفاقات عباشی جام جهانی رو با ما دیدید. شبتون بخیر باشه، فعلا خدا نگهدار.